سلام دوستان عزیز، خیلی خوش اومدید به یکی از جدیدترین برنامه های شراب داغ با من آریان عارفی. امیدوارم هر جای دنیا هستین سالم و سلامت باشین و امیدوارم که تا آخر لایو با من باشید و از این لایو جنجالی و خیلی آموزنده و فرهنگی هم لذت ببرید. لطفا قلب به بغل و برای من بزنید، برای ساپورت من، برای حمایت من و ممنون میشم. آره، خب دوستان عزیز خیلی خوش اومدید به یکی از جدیدترین برنامه های شراب داغ با من آریان عارفی. دوستانی که با ما قدیمی هستن شراب داغ و خب در جریان هستن، ولی کسایی که دوستایی که جدید ما رو فالو کردن و با ما عضو لایو ما شدن، همونطور که میدونین شراب داغ یه ریشه 4 ساله داره، یعنی 4 سال پیش بود که شراب داغ شروع شد و هفته یک بار برگزار میشه و مهمان هر هفته دعوت میکنیم. مهمانامون هم موزلای جامعه هستش، یعنی خانواده LGBT، خانوم هایی که مثلا طلاق گرفتن، آقایونی که اعتیاد داشتن، هر موضوعی که میشه در موردش صحبت کرد و فرهنگ سازی کرد ما دعوت میکنیم از دوستان عزیز و باشون صحبت میکنیم که روز به روز موزلای جامعهمون کمتر بشه و اینکه همه میتونن شرکت کنن، دایرکت به من بدن، موضوعشون رو بگن، برای هفته آینده مهمان من هستن. خب امشب هم دو تا مهمان جنجالی داریم که خب خیلی یا بیشتریتون میشناسینش و خیلی به نظر من مهمانای خوبی هستن که میتونن کمکی بکنن به خانواده، آره، به خانواده LGBT و همه یا و اطلاع رسانی خوبی بشه برای همه پدر مادرها، خواهر برادران یا برای جامعه. ممنونم. اوکی، درسته. خیلی خوش اومدید، برای حمایت از من قلب کنار رو بزنید و اینکه همین سلام بهمن جان، سلام دوستان از بهمن جان، سلام مسیح جان، سلام همه دوستان من، خیلی خوش اومدید. آقا بهمن عزیز، من دیشب مریض بودم، ساعت بعد وقتی که شب بعد از ظهر ساعت 2 و 3 خوابیدم، ساعت 4 صبح بیدار شدم از بس که مریض بودم، خیلی خسته بودم. این روزا فشار خیلی روم زیاده، خیلی کار دارم، خیلی مریض بودم. الانم فقط به خاطر شماها شراب داغ گذاشتم و یعنی نمیخواستم بذارم. خیلی واقعا خسته شدم، نیاز به استراحت دارم، ولی بازم دلم نمیاد. میگم تا حالا که یک هنری هست وجودمون، بذاریم برای مردم لایو، میدونید؟ آره، من اصلا مریض بودم، من چیز بیدار شدم، دستم بهتر شد، خدا رو شکر. ممنونم مسیح جان که به فکر هستین عزیزم، ممنونم. آره، خیلی خوش اومدید دوستان عزیز. خب من میرم کم کم مهمانا رو دعوت کنم، چون شاید یکم طولانی بشه و حرف برای گفتن زیاد داریم. خب اوکی، من میرم. سلام جان، چطوری عزیزم؟ خوبی؟ مرسی، زنده باشی. قربونت برم، مرسی، فدای شما. سلامت شو، حالتون چطوره؟ خوبی؟ خوشین، سلامتی؟ سلامت. چیکارا میکنی؟ چه افتخاری بخواه مطاق دیدار شما. چه افتخاری، من باید به شما بگم که افتخار دادیم و دوباره مهمان لایو من شدید و تجربیاتتون رو میخواییم با من و دوستان شیر کنید، که امیدوارم این لایو تاثیرگذاری بشه و کمک بشه به تمام خانواده های LGBT و این که روز به روز شرایط ما بهتر بشه. مرسی که دوباره دعوتمون پذیرفتین. ما یک سال پیش با شما شراب داغ داشتیم، با شما و همسر عزیزتون. یک سال خیلی زود گذشت. خیلی زود.
من هنوز باور نمیشه واقعا یک سال از اون لایو گذشته و خیلی واقعا زود گذشت. وقتی گفتین شوکه شدم. بله. پیش بود اون لایو گذاشتیم، الان یک سال جدیده که به خاطر همین دوباره دعوتتون کردم، گفتم که دوستای جدید به سه ما اضافه شدن که بیشتر باهاتون آشنا بشن. خب فرزا جان اگه هستن که شروع کنیم. تشریف میارین؟ الان میام. الان میان. ما فردا مراسم داریم، جشن داریم، یعنی پایان کلاس آموزشی فرزا جان تموم شده، برام یه جشن گودبای چی میگن خدافظی براش در نظر گرفتن. الان داره نخود میخیسن و بچه ها نخود بده فردا. قرار حالا مثلا هر کی غذای سنتی کشور خودش رو ببره، فرزا هم خود نخود ببره. خلاص خدا به داد برسه فردا شب ان شاء الله. تشریف میارین آقا فرزا؟ الان میگه شما صحبت که من الان خودمو میرسونم. خب اوکی، پس اولا تیناتون به تبریک میگم که خیلی خوبه، بکنم وزنتون رو کم کردیم. آره من یه عمل جراحی مینی بایپاس داشتم، یک سال تو نوبت بودم و خدا رو شکر این عمل رو انجام دادم و از وزن 135 کیلوگرم الان بین 94 تا 98 رسیدم، هی بالا پایین میشه وزن، منتها اونم به خاطر اینه که من فعلا رعایت نمی کنم، دارم پرخوری میکنم و شیرینیجات و این چیزای ممنوعه، ولی خدا رو شکر وزنم کم شده. حالا باید برم لایو پارسال ببینم منم چقدر تغییر کردم. سلام، خوبی، خیلی خوش اومدید. ممنون شما، خوبی، خیلی خوش اومدید. خب من ما چون نمیدونم که این بحث خیلی شیرین و طولانی میشه، میریم سر اصل مطلب و وقت شما و بچه ها رو نمیگیریم. خب همیشه رسالت ما زنه و همیشه خط قرمزمون برای مادرها و خواهرامون هستش. ما از خانم شروع میکنیم، از تینا جون اول شروع میکنیم. تینا جون، آره تینا جون، یه کوچیک خودتو برای بچه ها معرفی کن. سلام مجدد میکنم خدمت همه بچه های عزیز. من تینا هستم، متولد 1367 که فکر میکنم امسال مرداد ماه من 35 سالم میشه. زن ترنس هستم، سال 92 عمل جراحی تطبیق جنسیت رو انجام دادم از مرد به زن. و در سال 95 فقط یک کوچیک اونو من ازت میپرسم، فقط یک کوچیک، تینا جون هستید، 33 سالتونه؟ 34 سالتونه، پسر بودید، دختر شدید. خیلی درسته، ممنونم. آقا فرزاد شما؟ سلام بچه ها، من فرزاد هستم، ترنس آقا هستم و 34 سالمه. هم دوتاییتون هم سن نید دیگه؟ تقریبا 67-68. 9 ماه ازم بزرگتر. 9 ماه بزرگترم. خیلی عمالی. شما ترنس آقا هستید، یعنی خانوم بودید، عمل کردید، آقا شدید. بله بله. خب خیلی عمالی، چقدر خوب. اوکی، خب پس من سوالامو خیلی، چون سوال زیاده تینا جون، من یکی که میپرسم از دوتاییتون، فقط خلاصه خیلی کوتاه جواب بدین که به همه برسیم. خب تینا جون عزیز، پسر بودن الان دختر شدن، چند سال عمل کردید؟ فقط سن سالشو بگید. من سال 92 عمل تکمیلی رو انجام دادم. حتی عمل من تو دو مرحله بود، یه مرحله اولش تخلیه بیضه بود، مرحله دومش کلن عمل تکمیلی بود که واژینال سازی بود. مرحله عمل بیضه هم حقیقتا نمیدونم، بین فکر کنم 91 بود اگه انجام داده باشم، درست گفته باشم، ولی عمل تکمیلی و بهمن ماه سال 92 بود که انجام دادم تو بیمارستان مشهد، بیمارستان امام رضا. درسته. خب از فقط چقدر میشه مثلا 91، چون من ریاضیم ضعیفه، 91 تا الان چند سال میشه؟ الان 402 ایران 11 سال تقریبا. 11 سال، 11 ساله که عمل تغییر جنسیت دادین، چقدر عالی. پس شما یکی از اون قدیمی ها هستید دیگه. آره مادر همه ترنس ها حساب میشه. درسته، 11 ساله. بعد 11 سال عمل کردید، زمانی که عمل کردین چند سالتون بود؟ یادته؟ فکر میکنم 23 سالم بود آریان جان. 23 جوون مغلی. ساده. درسته، عالی. اوکی. خب فرزاد جان شما چی؟ شما 34 سالتونه، چند سال عمل کردید؟ منم سال 93 عمل کردم. کلن یک سال از تینا عقب‌ترم من. آره. از هر جهت عقب‌تره. سنی نمیدونم عمل اینا.
خب پس شما 10 سال عمل کردید. آره. خب 10 سال عمل کردید و اینم که 10 سال عمل کردید، زمانی هم که عمل کردید 22 سالتون بوده، حالا اگه 1 سال اختلاف بود 24-25 سالم میشد. 24 خب درسته. من چون تینا جون و فرزاد جون رو میشناسم و میدونم که لایواشون خیلی لایوای فرهنگسازی و خیلی سرسنگین و با ادب هستم، مخالف من که همیشه بی ادبم تو لایوام، ولی هر سوالی که میپرسم فقط جنبه اطلاع رسانی داره و میخوایم علمی صحبت کنیم. لطفا ناراحت نشین یا مثلا الفاظشو میگم فقط به خاطر اطلاع رسانیه چون لایو جدیه. خب تینا جون در خانواده فقط شما ترنس بودید یا نه خواهر برادر ترنس هم داشتید؟ نه در خانواده فقط من بودم که این مشکل داشتم، ولی در اقوام بودن کسانی که این مشکل رو داشتن که همه به رحمت خدا رفتن. درسته. شما چی فرضتون؟ من نه. نه منم کسی نبود تو خانوادم ترنس باشه. نبوده. بعد درسته. خب تینا جون 22-23 سالت بود عمل کردی، چقدر زود؟ راستش آریان جان اون موقع به نظر من خیلی دیر بود، تو اون موقع که من وقتی که با بچه ها و هم نوع خودم تازه آشنا شدم دیدم که چقدر اونا تغییرات خوبی کردن و چقدر سنشون کمتر از منی که اقدام کردن و چقدر آگاهی داشتن تو اون دوره و من احساس کردم تازه خیلی برای من دیره و شاید بگم من از اون دسته کسایی بودم که تغییر ظاهری من خیلی خیلی دیر انجام شد، صورت گرفت، ولی بقیه خیلی سریع با 2 تا قرص هورمون تغییر کردن، کاملا زنانه شدن، زیبا شدن، ولی من واقعا سالها زمان برد تا این تغییر درون من انجام بشه. از این جهت درست. یعنی با اینکه میگید در سن 23 سالگی کامل عمل کردی و یه زن کامل شدی، دیر بوده هنوز؟ به من احساس آره تو اون دوره خیلی گیر بوده به نظر من. بهترین سن به نظر من اصلا وقتیه که آدم قبل از بلوغ جنسیش باشه، قبل از که هورمون مردانه شروع کنه رو بدنش نمایان شدن، اون موقع به نظر من بهترین موقعیت برای سرکوب این هورمون و تغییرش درون بدن. تغییرش الان هم نظرت همینه؟ اگه الان برگردی به گذشته دوست داری زودتر عمل کنی؟ 100% همین کارو میکنم، بدون شک این کارو انجام میدم. همین کارو میکنی. فرض شما چطور از عملی که مثلا در این سن کم 24 سالگی به خانم بودی و آقا شدی راضی هستی؟ دیر بوده، زود بوده، نظر شما چیه؟ به نظرم دیر بوده، چون که الان هستم بچه‌ها که تو تینا جانم گفت تو سن بلوغ اگه عمل کنی هورمونا بهتر تاثیر میذاره رو بدنت. درسته. تینا جان شما که مثلا میگفتی دیر بوده و دیر به نتیجه رسیدی، هدفت چی بود از اینکه زن بشی؟ ببین این یه جور نمیشه گفت هدفه، یه روحیات بود، یه جور چیزی بود که همراه من بود، مثل شنیدین که میگن ماها روح دوی بدنمون داریم، انگار من روح خودم رو میدیدم که مخالف اون جسم مردونهی بود که من داشتم و همیشه همه جا همراه من بود و همیشه باش توی کلنجار رفتم بودم، درگیر بودم که تو اینجوری، چرا احساست اینه، چرا گرایشت اینه، چرا انقدر بزدلی، چرا مثلا موقعی که به بلوغ جنسی رسیدی به جایی که مثلا عاشق یه جنس مخالفت بشی عاشق یه جنس موافق خودت میشدی، مثلا کشش داشتی به سمت جسم مذکر تا مؤنث، و همیشه این درگیری ها وجود داشت توی زندگی من. برای هم یه چیزی نبود که بخوام بهش بگم یه نوع هدف، یه چیزی بود که واقعا منو بیزار میکرد، خصوصا تو دوره بلوغ جنسی من که موهای زائد صورت من شروع به رشد کردن کرد و من چهره مردانم کاملا شکل گرفته بود، موهای بدن من و تمام ظاهر من کاملا یه مرد بالغ شده بود و من واقعا وقتی صبح به صبح بلند میشدم و جلوی آینه دستشوی خودم رو میدیدم به این شکل اصلا چندشم میشد از خودم، حالم بد میشد، هم موقع تیغ و ژیلت رو میگرفتم به این موها و نمیخواستم واقعا ببینم، سعی میکردم با قوی ترین کرم پودر رو کاور کنم، شده 10 لایه ولی این تیرگی موی زائد صورت رو نبینم. درست. و همیشه این میگم یکی از معضلات زندگی من بود. درست همطور. خیلی متوجه شدم، شما رو درک میکنم. شما چی فرزاد جان، شما که مثلا دختر بودین شما همین حس تینا جان داشته، یعنی جسمتون که دختر بود جلو آینه میرفتین
مثلا بعدتون میومد فکر میکردین که روح و جسمتون یکی نیست، زودتر باید تغییر کنید و مثلا جسمتون مردونه بشه یا نه؟ آره دیگه، این گفتین هدف یه هدف نبوده، این یه چیزی بوده که ذاتی بوده، از بچگی همراه ما بوده، همیشه بهش فکر میکردیم، همیشه میگفتیم کی بشه یه روزی عمل کنم و به هویت واقعی برسم. ماشاءالله دیگه تو تینا همه چیزا رو جواب میدیم، برای من نمیمونه چیزی. بله لازم من اینو ببندم که بیشتر فوکوس داشته باشیم. درسته. بعد تینا جون، اولین باری که متوجه شدی یک حس متفاوت داری فقط چند سالت بود؟ متفاوت این که چه حسی دارم؟ نه ببین من نه که مثلا اولین باری که وقتی که به دنیا اومدی با یه جسم پسر به دنیا اومدی، ولی وقتی که یکم ای داشتی سنت بالاتر میرفت و تو دوران کودکی نوجوانی و جوانی هی داشتی میدیدی که آره جسمت مرده ولی رفتارت زنه، همه علائمای یک زنو داری، اون در چه سنی بود که داشتی متوجه میشدی که فرق داری با دیگران؟ آره اینی که شما میگین درسته، واقعا توی سنی شما ناخودآگاه یه سری رفتارات مخالف اون جنسیت ظاهریت اون جسمته، ولی توی اون دوره من متوجه نمیشدم قضیه از چه قراره، دنبال روی این حس بودم به خاطر ناآگاهیم کودکیم و اینکه واقعا نمیدونستم، اطلاعاتی نداشتم، ولی خب بعد از یه دوره آدم متوجه میشه. ولی این سنی که الان میخوام بهت بگم برمیگرده فکر میکنم به سن 11 سالگی من شاید، که من متوجه شدم میخوام یه سری ارتباط ها برقرار کنم، یه کشش هایی دارم به جنس موافق خودم، اینو از 11 سالگی متوجه شده بودم ولی نمیدونستم دلیلش چیه و دنبالش میرفتم. دلیلش میرفتی. شما چی فرض جان، شما در چه سنی متوجه شدی که این جسمی که الان شما داری مال شما نیست و راضی نیستی و با اینکه جسم دختر بود و دوست داشتی پسر باشی، در چه سنی بود؟ تقریبا 12-13 سالگی. تینا جون اولین باری که مثلا تو همین 11 سالگی که شما مثلا خب در اگر میگیم که این اگر شما الان 33-34 باشید 11 سالگی تو مثلا دقیقا 20 سال پیش میشه دیگه، درسته؟ 20-22 سال پیش دیگه. خب اون موقع مثلا آره اون موقع آره 20 سال پیش، حالا ما میگیم 20-21 سال پیش، اینقدر فرهنگ سازی نبود، اینقدر اطلاع رسانی نبود، مثلا علم پیشرفت نکرده بود، ترنس ها جا نیفتاده بودن، قبول نکرده بودن. بعد اون موقعی که مثلا خب سوشال مدیا نبود، وقتی خود این حس عجیبو داشتی و فکر میکردی که خودت نیستی، اولین بار چه حسی داشتی؟ با خودت چی گفتی؟ خودتو گول میزدی میگفتی نه؟ چیه؟ آرینا جان این حسی که میگی هنوز تنوزه میتونم واقعا لمسش کنم، چون همیشه به یادگار همراه من بوده. من به خاطر شرایط خانوادگی که داشتم و محیطی که توش زندگی میکردم و رشد پیدا کردم به شکلی بود که این حس همش حس یه حس تنهایی بیشتر به من میداد. ببین مثلا من فقط میتونستم مثل یه کودکی که میره پشت ویترین اسباب بازی فروشی و اسباب بازی‌هاشو میبینه، چیزایی که دوست داره رو میبینه ولی هرگز نمیتونه بهش دست پیدا کنه. و منم همین بود، واقعا هر چیزی که میدیدم بهش علاقه من میشدم همش از درون وجود خودم بود و هیچ وقت نمیتونستم به دستش بیارم یا بیانش کنم یا به خاطرش قدمی از قدم بردارم. همیشه این حس حسرت تنهایی وجود داشت برای من، ولی میگم اگه من شاید یه دختر عادی بودم، از اول دختر زاییده میشدم یا اصلا یه پسر کامل بودم، اصلا هیچ وقت اصلا این مشکل جنسیتی رو تو زندگیم نداشتم، میتونستم آقا مثلا اگه به یه دختر علاقه من شدم برم ابراز کنم و به دستش بیارم، یا اگه مثلا دختر کاملی بودم میتونستم برم پسر مورد علاقه من، هر وقت علاقه من شدم تو اون سن جوونی که همه کودکی میکنن شیطنت میکنن به هر حال میتونستم به دست بیارم، ولی برای من یه میوه ممنوعه بود که فقط میتونستم نگاش کنم و شبا توی مثلا رخت خوابم اشک بریزم و آهنگ غمگین گوش کنم و گریه کنم و فقط رویا پردازی کنم و همش مثل سیندرلا آرزو کنم که صبح بیدار میشم یه دختر زیبا با موی طلایی بلند و کامل باشم. یعنی این شده بود رویای کودکی من، یعنی تمام دوره جوانی و نوجوانی من اینجوری سپری شد با یه رویا، یه آرزو، یه رویای و آرزو. درسته، فهمیدم. الان برمیگردم آقا فرداد، شما همین احساسو داشتی؟ بله
من اون موقع که میگین اینستا اینا نبود، اون موقع وبلاگ اینا بود، نمیدونم میدونی یا نه. من از طریق وبلاگ دوستا رو پیدا میکنم. من تو شهرستان بودم، هیچی نمیدونستم، واقعا اطلاعات خاصی نداشتم. اصلا وبلاگ و اینا، اینترنت و اینا آشنا شدم با ترنس. با ترنس اینا، درسته. بعد به تینا جان مثلا میگم اگر ما بخوایم واقعیت زندگی خانواده های LGBT رو نگاه کنیم، حالا من شما رو قبول دارم ولی میخوام اینو از زبون خودت هم بشنوم، بیشتر ماها مثل ترنس ها و گی ها رویای اینو ندارن که مثل شما مثلا آرزوشون این نبوده که مثلا زودتر به اون چیزی که میخوای برسی و لذت ببری، ازدواج کنی یا خانه‌دار بشی یا هر چیزی. بیشتر خانواده LGBT فکر میکنم 90% فقط اون جنبه سکس رو میبینن. نظرت چیه؟ 100% این چنین آریان جا، همونجوری که میگی. چون اصلا قدیما که ما میرفتیم تو دور سال 91، آخرهای 91 بود که ما یه مجموعه بود آشنا شدیم و یه جورای روان درمانی و روان پزشکی بود و میگفتن که اصلا این اون موقع به این شکل گفته میشد. شاید امروزه مثلا با تغییر خیلی از علم و رشد و نمیدونم پیشرفت ها یه سری اسامی دیگه روی این گذاشته باشن یا اصلا این موضوع منقضی شده باشه، ولی در اون دوره به ما میگفتن که ریشه این بیماری به سکس اصلا برمیگرده. برای همین به گفته میشه ترنس سکسوال، که توی ایران کلمه سکس رو سانسور کرده بودن، به سکشوال تغییر داده بودن و ریشهش همینه. مشکل به خاطر سکس، عدم یه سکس ناموفق. یعنی شما واقعا نمیتونستی یه سکس موفق داشته باشی در اون دوره. به خاطر چی؟ به خاطر که خودتو یه جنس مؤنث میدیدی ولی یه جنس مذکر داشتی و بالعکس، و این برمیگشت به اون و همین باعث میشد که تو نتونی به عنوان چجوری بگم یه زن یا یک مرد خودتو تخلیه کنی، چون اون دستگاه و اون آلت و اون چیزا رو نداشتی، اون سیستم رو نداشتی و همیشه این جمع میشد، انباشته میشد و همیشه باعث میشد که تو شدت و آتش جنسی بالاتری پیدا کنی نسبت به سایر افرادی که هستن. از جمله یکی از مشکلاتی هم که تاثیر داشت روی این موضوع خود هورمون های بدن بود، چون ما دچار یه جور اختلال هورمونی هم میشدیم به خاطر که افکار با بدن یکی نبود، روح و روان با جسم یکی نبود. این خودش تو هورمون سازی بدن اختلال ایجاد میکرد. شاید مثلا هورمون من واقعا وقتی که آزمایش هورمونی داده بودم، من هورمونم هورمون 3 تا مرد بود، یعنی تازه آزمایشگاه به من میگفت که تو یک سوپرمن هستی، نه تنها زن نیستی، یه سوپرمن هستی، چون هورمونت به اندازه 3 تا مرد طبیعی هستش. مرد طبیعی بله، درسته. حالا شما نظر شما چیه؟ مثلا الان شما آقا فرزاد جان که مثلا یه دختر بودن آقا شدن و شما هم آقا بودی خانوم شدی و سریع زندگی مشترک تشکیل دادید و اصلا همون زمانی هم که مثلا قبل از که با هم آشنا بشین دنیای تو دنیای رابطه نبوده که ببخشی سریع عمل کنی، ببخشی اینجوری میگم بری فقط رابطه بذاری با آدمای مختلف یا بیزنس کنی، نه درسته؟ 100% همین بود آریان جان، خیلی جمله قشنگی گفتی. به خاطر اینکه یکی از اهداف ما قبل از عمل این بود که ما اصلا میخواستیم به هویتمون رو پیدا کنیم و به هویت خودمون برسیم که چی بشیم؟ که زن بشیم و اون نقش زنانمون رو بتونیم در زندگی خودمون، در آینده خودمون ایفا کنیم و وارد جامعه بشیم و در جامعه حل بشیم. یعنی هدف اصلی این بود. من وقتی جراحی کردم صرفا به خاطر این نبود که بتونم یه رابطه جنسی برقرار کنم، چون هدف من این بود که هویتمو به دست بیارم و به دست آوردم. تونستم یه خانم بشم، شناسنامه یه خانم رو بگیرم، مثل یه خانم ازدواج کنم، مثل یه خانم ازدواج عاشق بشم، تشکیل خانواده بدم و به همین شکل دارم پیش میرم به سمت پله‌های موفقیت. حالا سکس یه چیزیه که توی همه موجودات جهان هستی وجود داره، نمیشه فقط گفت برای ترنس هست، برای آدم های عادی، حیوانات، حشرات، پرندگان، تمام موجودات این ارتباط رو برقرار میکنن. درست. حالا بعضی عیانش میکنن، بعضی خیلی. خب من خب شما رو 5-6 ساله میشناسم و از اولم که شما رو دیدم همین واقعا همین خودتون بودید و تا الان من چیزی ندیدم مثلا، ولی میخوام بدونم که ریشه این در کجاست. یه شخصی مثل شما دوتا که عمل کردی دنبال هویتتون بودید، یکی مثل من
که هر کاری میکنه برای رابطه. من هویت نمیخوام، من نمیخوام یکی منو به عنوان نمیدونم یا ترنس صدا بزنه، گی صدا بزنه، نمیدونم ترنسجندر، هیچی هیچی از این هویت ها برام مهم نیست. هدف من تو زندگی رابطه است که من به اون لذته برسم، ببخشید جوری میگم، بیشتر را بدم، بیشتر بکنم، یا مثلا این برای من مهمه. الان به نظر شما که ما دو تا آدم متفاوت هستیم، ریشه در کجاست؟ شما یه کسی فرهنگ سازی میکنی، دنبال هویت هستی، میخوای زن بشی، خونه دار بشی، مثل همه استریت ها زندگی کنی. منم از خانواده شما هستم، ولی فقط به فکر اینم که سکس داشته باشم. هویتش برام مهم نیست که منو ترنس صدا بزنن، گی صدا بزنن، آقا یا خانم. نظرتون چیه؟ به نظر من یه چیز در مرحله اول کاملا شخصیه، ولی خب یه چیزم توی اون دوره که ما بودیم، اتفاقا یه سری از بچه‌ها بودن که دقیقاً چنین شخصیتی رو داشتن. حالا اون تو اون دوره مثلا روانشناس ما میگفت که اینها به خاطر این بوده که توی مثلا بستری که بودن به باور سعی میکنن تمام تلاششون رو کنن که طرفای مقابلشون یا خانواده یا اطرافیانشون رو متقاعد کنن که بابا من یه چیزی هستم الا این چیزی که دارین شما در ظاهر من میبینین. یعنی اگه من یه پسرم، روح روان زنانه دارم، گرایش مثلا زنانه دارم، اصلا دوست دارم رابطه جنسی با مثلا مرد داشته باشم یا مثلا به این شکل داشته باشم. میگفت اینا به خاطر همش دلیلش به خاطر درک نکردن اون اطرافیان هستش که وقتی اینا رو میشیدن میومدن آسیب وارد، سوء استفاده میکردن از صداقت طرف مقابل، که مثلا میگه آقا من صادقانه. یعنی یه چیزی به جرأت بگم، یکی از اعتقادات روانشناسمون همیشه همین بود، میگفت ترنس ها خراب نیستن، هرزه نیستن، اتفاقا ساده ترین و صادق ترین موجودات روی کره زمین هستن، چون هرگز یه دختری نمیاد مثلا یه دختر عادی بیاد اینجوری با این صداقت از خودش بگه که من مثلا میخوام این، من اینجوری هم، من دوست دارم این شکلی باشم. انقدر صداقت دارن، برای همین اینا خراب نیستن، هرزه نیستن. اینا به هر حال نمیدونم اینو الان من چطوری بیانش کنم، واقعا آسیباییه که میگم اطرافیان سوء استفاده میکنن از این صداقت و به طرف مقابل میزنن و انقدر مثل یه دستمال چرک دیده میشن، انقدر باشون ارتباط برقرار میکنن دور انداخته میشن که یه جایی سوختگی روانی، دوچار سوختگی روانی میشن، سوختگی جنسی میشن. یعنی این چیزی بود که مشاور من به من میگفت، ممکنه الان منسوخ شده باشه، غلط باشه، یا کسی اصلا همچی چیزی نپذیره، ولی خب میگفت که به هر حال یه جور بدن دوچار اعتیاد میشه به خاطر این موضوع و به خاطر ارتباطات زیاد و بیش از حدی که برقرار میکنه، این خودش یه اعتیاد به وجود میاره. نه تنها سکس، سیگار، مواد مخدر و هر چیز دیگه، پرخوری، حتی آدم وقتی یه چیزی رو بیش از حد معمولش مصرف کنه، ناخودآگاه دچار اعتیادش میشه. و میگم این خیلیش هم برمیگره به زندگی شخصی خودت که خودت اینجوری میپسندی، یا کسایی که اینجوری هستن خودشون اینجوری بر خودشون میپسندن دیگه. به هر حال ما آدم های بالغی هستیم، خوب و بد میفهمیم، دوست داریم چه جور زندگی کنیم، خودمون تشخیص میدیم. اونجوری آرامش داریم جانم. میگم شما اینجوری آرامش داری حال میکنی با زندگی؟ آره دیگه، لذت تو داری میبری از زندگی، دوست داری زندگی تو اینجوری برای خودت چیدی و ازش استفاده کنی، لذت ببری. درست شخصیه. پس خانه شدم. تینو جون، خانواده میدونن که مثلا عمل کردی، ازدواج کردی؟ بله بله، در جریان هستن و یه از طریق خیلی بدی هم متوجه شدن. اونم این بود که یعنی حدس من به این شکله، چون من و فرزاد جان توی گروه ترنس ها با هم دیگه آشنا شدیم و همونجا ازدواج کردیم. فرزاد عکسمون توی که از گروه های ترنس منتشر کرد، همون گروه هایی که از بچه حالا منتشرش کرد تو گروه های دیگه، بله. یه جورایی توی ایران عکس ما پخش شد، ازدواج زوج ترنس و از این حرفا، و این دیگه از یه طریق دیگه خیلی رسانه‌ای شد. این خانم خدا بیامرز ترانه آرام بود که یه حرف خیلی بدی به من زد به شخصه و گذشت و این به گوش اونا رسید به هر حال از این طریق. ولی خب میگم متوجه شدن و بعد از اونم دیگه امنیت من به خطر افتاد از نظر جانی دیگه، بلام اتفاقای دیگه که حالا در جریان هستیم. الان میذاریم میتونیم. اوکی، این خانوم اگه میتونید دوستایی چی گفتم بهتون؟
جان این خانم چی گفتن به شما؟ چی میگین چیز بعدی گفتن؟ ترانه آرام. آها ترانه آرام. آها مدرد میخوام. ترانه آرام یک از صحبت هایی که گفته بود، گفته بود ازدواج یک پسر استریت با یه ترنس غولاسا و این شد که بچه های ترنس آره فکر کرد مثلا یه استریته، من یه ترنس هم از جمله خیلی غولاسا از این حرفا بود. غولاسا چون خب شما در گذشته وزنتون زیاد بوده. نه اتفاقا خیلی هم باربی و کوچولو بودم، عکساش موجوده. خب بس چرا این حرفو زدن؟ واقعا برای من جای سوال بود. واقعا وقتی بچه ها همه حتی رفتن به ترانه جان کلی چیز گفتن، دفاع کردن، توهین کردن و مجبور شد چنلش رو ببنده ترانه، مجدد چنل باز کرد، بعد دوباره بچه ها شروع کردن بهش حمله ور شدن و میگم که بعد دوباره بلاک میکرد. ولی خب همین کار ایشون و خیلی از بچه های دیگه که منتشر کردن اون موقع تو اون برهه واقعا زندگی منو به خطر انداخت از این جمله، چون خودتون میگید خانواده من راضی به این کار نبود. درسته. بچه ها به تو لایف باشید، آخر لایف میارمتون اگه سوالی دارین از این فرزاد جان و تینا خانم عزیز. بعد تینا جان قبل از اینکه اون عکس ها توی گروه تلگرامی منتشر بشه و بگن که ازدواج دوتا همجنسگرا یعنی دوتا ترنس آقا و خانم با هم دیگه، خانواده میدونستن شما ترنس هستید؟ ببین من در تا اون موقع با خبر از این موضوع نبودم، ولی میگم متواری بودم. تا قبل از این متواری بودم و با ترس زندگی میکردم، کلا متواری بودم با ترس زندگی میکردم. ولی خب متوجه شدن دیگه، یعنی وقتی ازدواجمون دیگه منتشر شد و فیلم ها و عکساش که هنوز هم موجود هستش این مدارک، وقتی که پخش شد دیگه اونا کلا جای مکان ما رو متوجه شدن. ولی خب من فکر می‌کنم ولی دنبال من بودن، دنبال شما بودن. بعد شما کرد هستید؟ عرب هستید؟ عرب هستید. شما چی فرزادم؟ من ترکم. ترک هستید. چرا؟ چون عرب بودین خانوادهتون اذیتتون میکرد؟ یعنی مخالف بودن؟ اصلا توی طایفه عرب ها سر میبرن و میگم توی طایفه ما بودن، چند تا بودن که تیکه تیکه کردن سر بریدن تو بونی گذاشتن جلوی کلانتری. و من پسر خاله مامان من خودش قاضی دادگستری آبادان، شهرستان آبادان بود، یعنی اون کسی بود که به قولن میگه حکم مرگ من روی میزش بود در این حد. برای من یه گلوله گذاشته کنار. یعنی اینکه خانواده شما میخواستن شما رو به خاطر اینکه ترنس بودی و اینکه آره میخواستن یعنی بکشن، یعنی میخوام اینو بهتون بگم حتی خب زندگی ترنس ها گی ها همیشه در همه جوامع فرق نمی کنه، چه در غرب چه در خاورمیانه، همیشه ما زیر ذره بین و در خطر هستیم. و میخواستم بگم که آره یعنی شما میگین باعثش همون عکسه بوده که این خانم تو تلگرام این کارو کرده، این باعث شده. باعث بانیش کلا این هویت منه و این تدبیر جنسیت منه. که ببین توی عرب ها خیلی مرد سالارن، خیلی تعصبی هن و بیشتر مرد سالار هستن و خیلی براشون ننگه که یه مرد بیاد مردانگی خودشو بکنه بندازه دور و بیاد از چجور بگم فاعل به مفعول تبدیل بشه، براشون یه ننگه اصلا. خب اوکی تینا جان شما خب وقتی که عمل کردی 23 سالت بود، حالا شما میگی یه عکس باعث این شده که خانوادت بفهمن. خب ببخشید وقتی که در دوران وقتی که یک انسانی مثل شما در پسری که بوده ترنس بوده رفتاراش نشون میده، حرف زدنش، اخلاقاش، حرکتاش، اینا همه نشون میدن که در آدم متوجه میشه. یعنی اون که خب وقتی که قبل از اینکه عکس رو ببینن اونا متوجه حرکتهای شما که طبیعی نیستی و مثلا فرق میکنی با اون جسمت، نمیفهمیدن، متوجه نمیشدن. ببین چرا دقیقا اینی که میگه آره همیشه مخالف رفتارهای من بودم و به خاطر اینا من به شدت ازشون کتک میخوردم، حتی شدید، یعنی جوری بود که من برادرم دست منو میسوزون، دست هنوز جای سوختگیش روی دست من موجود هست، دست من با پلاستیک سوزون، من با چاقو پسرعموام زدن، هنوز جای ضربات چاقو روی دست من به یادگار مونده، چون قربونش برم پوست منم از ایناست، یه خش بیفته گوشت اضافه میاره بعد جور.
دیگه اینا همه به یادگار میمونه. میگم من کتک های زیادی توی زندگی خوردم، ولی اینا هرگز فکر نمیکنم کار به جایی برسه، اینقدر وضع من بد باشه که بخوام کامل تغییر بدم. خب تینا جان چه کارایی میکردی که خانوادت اذیتت میکردن؟ ولی اینجوری که من میبینم تو خب خیلی رعایت میکردی و خیلی تو چارچوب بودی. چه کارایی میکردی که پسرمو چاقو بزنه داداشت رو دستت؟ چیکار کردی گفتین دستتون؟ من برادرم دستمو سوزوند با پلاستیک. سوچه دستم چکوند پسرمو با چاقو. کار خاصی نمی کنم آری انجام. مثلا رفتارهای من خیلی مثلا اوایی بود، می گفتم به می گفتم نه حالا اینو بگم، مثلا خیلی اوا خواهری بود رفتارهای من. یکی این که خیلی من بزدل بودم، یعنی من همیشه خدا وقتی میرفتم بازور تا نونوایی بیام یا بخوام برم توی کوچه بازی کنم، توسط پسرای کوچه، قلدرای کوچه میگفتن منو میزدن. و همین که من بزدل بودم، ترسو بودم، همه جا کتک میخوردم در این حد، هر کی یعنی از راه میرسه زورش به من میرسید. منم به شدت ترسو و بزدل بودم و همیشه برای اینا ننگ بود که چرا نمیتونی از خودت دفاع کنی. مثلا من میومدم به بابام گفتم بابا مثلا این پسر من ازت، یکی هم بابا میخوابون تو گوشم که تو ارزه نداری از خودت دفاع کنی. همیشه با این رفتارام، این رفتارای متفاوتم، مثلا راه میرفتم درست راه برو، مینشستم درست بشین، حرف میزدم درست حرف بزن، درست رفتار کن، همش مورد کتک خوردم بودم. یه بارم که رفتم لباس دختر خاله ها پوشیدم که دیگه شهیدم جردن. یه سوالی دارم اینجا. شما میگید که جوامع عرب خیلی مرد سالارم و واقعا براشون سخته که ببینن مثلا یه پسر میخواد دختر بشه یا رفتاری دخترونه دارن، و چرا اگر اینجوری هستش چرا این در جوامع عرب این رابطه ها بیشتره؟ یعنی مردهای خود عرب عاشق پسرن و ببخشید با همه جور آدم رابطه دارن، اینقدر میبینن با پسرش رابطه دارن، با دخترش رابطه دارن، ببخشید مثلا به هیچ چیزی رحم نمی کنن، با همه چی رابطه دارن، و چجوری اینقدر مردسالارن؟ و وقتی یکی مثلا خانواده عضو خانواده خودشون اینجوری هستش غیرتی میشن. مثلا الان بگی یه جامعه ندیده باشه این چیزا رو، بگیم آره ندیدم، ولی خود عرب ها چون آدم های خونگرمی هستن، تب گرمی دارن و همیشه ببخشی میگم اینجوری میگم و واقعا نظر علمی خیلی همیشه رابطه میخوان، دلشون حشری هستن و خیلی عاشق پسر هم هستن، عاشق ترنس هم هستن، چجوری اینو قبول نمی کنن و شو اینقدر اذیت شدی؟ بفرمایید. این یه جور قربونت برم، این یه جور به نظر من اجحاف در حق ماها، به خاطر اینکه ببین مثلا به قول شما این شخص آدم خودش هرزه‌ایه، خودش برای خودش هر چیزی میپسنده، ولی دریغ از اینکه بخواد سر سوزن طرف مقابل رو درک بکنه، یعنی همه رو به چشمه کالای جنسی، ابزار جنسی نگاه میکنه، ولی وقتی طرف مقابل نسبتی با خودش داشته باشه، یعنی برای خواهر مادر خودش اینو نمیپسندن، ولی خودشون میرن خواهر مادر مردم، پسر مردم و هزار بلا سرشون به قول خودت میارن، ولی همچی که برادر خودش پای خواهر خوش وسط باشه، یه غیرت معلوم نیست از کجا آباده چی میگن برمیدارن پیدا میکنن، به خاطر آبروشون تو در همسایه سر میبرن. واقعا این چیزا وجود داره، وجود داره. اوکی، حالا من برمیگردم به شما. فرزاد جان تو یکم از دوران کودکیت بگو، حالا شما مخالف همسر عزیزتون هستید، شما دختر بودی رفتارای پسرونه داشتی. آره. خب اوکی، شما به عنوان یه دختری که با جسم دختر به دنیا اومدی، خب شما من فکر میکنم که ترک ها و عرب ها خیلی با هم از نظر فرهنگی مردسالاری خیلی نزدیک هستن به هم، یعنی خیلی غیرتی هستن و فقط میگن یا مرد یا زن، و دوتایشون هم ماشاءالله ترک ها همه شون ببخشید اینجوری میگم همه مرد هاشون بچه باز، پسر باز، عرب هم همه پسر باز و غیرتی اینجوری هستن. آره خیلی شبیه هم و شما یکم از خودت بگو، در دوران کودکی که دختر به دنیا اومدی ولی رفتارات پسرانه بود، استایلت چجوری بود؟ رعایت میکردی؟ یعنی همون ظاهر دخترونه تو داشتی یا نه پسرونه میرفتی بیرون؟
خیلی بچه در که بودم اینا مثلا من رفتارهای پسرونه داشتم متوجه نبودن ترنسم و اینا مثلا کاری نداشتن دیگه میگفتم بچه هست ما همو کوتاه میکردن و اینا بعد اینکه به سن بلوغ رسیدن دیگه به قول شما آن عربا نزدیک همه چیز فرهنگاشون آره من پدرم اجازه نمیداد بیرون از خونه بریم بعد اون که به سن بلوغ رسیدم باید موهامو بلند میکردم نمیدونم رو سری سر میکردم چادر سر میکردم مخصوصا تو شهرستانی که من پدرم مثلا راننده کامیون بود همه میشناختنش همش چیز بود دیگه تعصب و غیرت های علکی من نتونستم پیشرفت کنم نتونستم درس درست حسابی بخونم خیلی محدود بودم من. پس اوکی پس برای شما که دختر بودی خیلی محدود بودی با اینکه خب در جامعه مثل فرهنگ ایران حالا اقلیتاشون هیچی ترک و عرب و اینا ولی در فرهنگ ایران که مردسالاری هست خیلی یکی دختری که بخواد پسر بشه بیشتر حمایت میکنن تا یه پسری بخواد دختر شه درسته؟ آره درسته خب تو شهرستان ما چون چیزن یه شهر کوچیکیه خود مثلا اطراف تبریز بودم من و اونجا همه همو میشناسن دیگه جامعهش هم کوچیکه دیگه همش با دست نشون میدن آبرومو فکر آبروشونن همش چه علائمی داشتی؟ چه رفتارهایی داشتی که نشون میداد تو از دختر بودن راضی نیستی؟ بفرمایید لباس به سرونه میشیدم مثلا خب به ماشین و این دو چیزا علاقه داشتم میرفتم مثلا کامیون میروندم مثلا تعمیرش حتی انجام میدادم از لباسای دخترانه خوشم نمیومد ولی خب مجبور بودم البته رعایت هم میکردم مجبور بودم رعایت کنم دیگه اگه نمیکردم که بلاهای بدی سرم میومد درسته میگن کلن دنیا در به ما خانواده الژبی بدهکاره چون ما خیلی به اون گل میکنیم کلا از نگاه استریتا دخترها به ما میگن به امثال مثل من و تینا جون که پسر هستیم و میخوایم تغییر جنسیت بدیم میگن آره شما در حسرت پریودی هستید شما در حسرت حامله شدن هستید در حسرت عروس شدن هستید اوکی ما اینا رو میذاریم کنار اینا حرفای این که خانمای استریت به ما میزنن حالا من میخوام از این پریودی بگم فرزاد جان شما که دختر بودی وقتی پریود میشدی چه حسی داشتی؟ اصلا من اولین بار که پریود شدم نمیدونستم جریان چیه خیلی ترسیدم واقعا کسی هم نبود مثلا راهنماییم کنه یادم نداده بودن اینجور چیزا رو خوشم نمیومد واقعا خیلی برام زجرآور بود خب وقتی اولین بار که پریود شدی چی مثلا دیدی که مثلا پریود شدی و مثلا خب مثل همه خانوم ها نظر علمی پریود میشن و یه خونی از واژنشون میاد بیرون و وقتی که این برای تو اتفاق افتاد چی شدی به مادرت گفتی پدرت گفتی خواهرت گفتی چه حسی داشتی و چیکار کردی با اینکه اینقدر چیزای تو پسرا این چیزا رو ندیده بودی آره من کلن هم ندیده بودم آشنا هم نبودم اولین بار که پریود شدم توی یه خونه دوستم بودم تو هم اصلا کلن یادم میاد قشن اونجا بودم من اصلا بلد نبودم خیلی تعجب کردم گریه کنان دویدم تو خونمون جریان رو پرسیدم و اینا دیگه به مادرم گفتم اونم به ایم آرامش داد جریان رو گفت و اینا ولی خب من اصلا خوشم نمی اومد از این قضیه خب ما هم همینو بدونم میگم که شما به عنوان که یه آقا حس پس جسم زن بود ولی دوست داشتی آقا باشی دوست نداشتی این موضوع پریودی نه واقعا هم ترسیده بودم هم تعجب کرده بودم هم واقعا نمیدونستم چیکار باید بکنم درسته وقتی که خب حالا شما وقتی که دخترم بودی توپل بودی درسته؟ نه اتفاقا لاغر بودم خب اوکی من خیلی همش فکر کردم تو گل بودی وقتی که دختر بودی لاغر بودی وقتی که سنت به 14-15 رسید و به بلوغ رسیدی خب دخترها سینه هاشون در میاد یعنی بلوغشون از سینه هاشونه وقتی که تو این همه ذهنت هورمونای مردونه داشت و وقتی که سینت
بلوغ رسیدی و سینه ها داشت روز به روز بزرگ شد، اونم طبیعی بود برات؟ میدونستی یا نه تعجب کردی؟ من اصلا اونا رو نمیدیدم، تو سن بلوغ من یعنی نمیدیدم، نه مال بقیه نمیدیم، ما خودش نمیدیم. آره بعد اون سن بلوغ دختران محله رو من فقط سرویس دادم اون موقع، اصلا به اون توجه نمی کردم، فقط فکر و ذکرم به این بود که به کدوم دختر ابراز علاقه کنم، چیکار باید بکنم. یه جورایی مثلا اونو جزوی از درست زجر آور بودا، ولی خب جزوی از بدنم دیده بودم، مثلا ندیده میگرفتمش اینجوری. ندیده میگرفت جانم بفهم. من یه پرانتز اینجا باز کنم، خیلی موقعیت خوبیه. آره جب. یه سوالی اولی لایو از من پرسیدی که برای اون سن که گفتی دیره یا زوده، برای همین گفتم که مثلا اگه قبل از سن بلوغش هورمون مردانگی انجام میداد دیگه سیناش رشد نمیکرد و مجبور نبود بخیه بخوره تخلیه سینه انجام بده. این هم یکی از همون دلایله. آره درسته. بعد فرزاد جان، وقتی که تو از الان این صحبتایی که تو میکنی، خب تو میگی من فقط دوست داشتم به دخترای همسایه‌مون یا دختر که میدیدم ابراز علاقه کنم و ببینم کدوم عشق من میشه، و وقتی که در اون سن کمت، آره تو اون سن کمت این فکر و این علایمو داشتی، با خودت فکر نمیکردی غیر طبیعیه شما دختری چجوری به دختر حس داری؟ چرا؟ اتفاقا همیشه توی گوشه ذهنم اینجوری بود که میگفتم من یه روزم به عمرم مونده باشه عمل میکنم و به پسر بودن، اصلا نمیگفتم من دخترم، میگفتم و به هویتم برسم. حتی تقریبا 10 تا 11 سالم بود، من اون موقع تازه با اینترنت آشنا شده بودم، سرچ کردم یه دکتری تو تهران پیدا کردم، شمار تماسش و اینا هم گرفته بودم از اینترنت، زنگ زدم گفتن جراح پلاستیک بود اون موقع، گفت انجام میدیم. من دیگه فهمیدم بله این کار شدنیه، ولی از ترس اینکه خانوادم جریان با خبر بشن و اینا فعلا بستم مثلا دفترشو. بس خب اوکی، حالا من یکم با تینا جون صحبت میکنم، شما به شما برمیگردم. تینا جون در دوران کودکی که گفتی 11 سالگی شروع کرد به نشون میداد، چی کار میکردی؟ علائمت چی بود جز رفتارات دیگه جز اینا؟ ببین یکی از علائم، یا شاید بگم اولین خاطره که راجع به این موضوع داشتم این بود که یه بار من خالم اومده بود خونمون، دختر خالم معمولا همبازی من بود، توی سن کودک همسن بودیم و یادم میاد اون موقع یه نفر از این موقع یه سری ها میمن لباس تو خونه میفروختن، بعد یه سری لباس ها آورده بود خونه ما، بعد مامانم و خالم و دختر خالم و اینا نشسته بودن، من هم وسط همیشه نخود بودم، خاله زنک این وسط. بعد دیدم یه تاپی آورده بود نیمتنه و ورزشی، نیمتنه و شلوار بود، به حدی زیبا بود، با عکس خانم خیلی خوش اندام و این چیزا به حدی زیبا بود که من دلم رفته بود برای اون لباس، میگفتم وای من، یعنی یکی از آرزوام این لباس الان مال من باشه من تن کنم. همون موقع دادنش دختر خالم رفت پوشیدش، یعنی انقدر من حالم بد شده بود. بعد یادم میاد یه روز نشسته بودم با سوزن گوش خودم رو سوراخ میکردم که بتونم گوشواره بذارم توی گوشم، یعنی از همینجا من شاهدش بودم، یعنی متوجه میشدم، میدیدم که به چه سمتی کشش دارم، یا مثلا کافی بود مامانو از در بره بیرون، سری جارو میگرفتم، خونه رو تمیز میکردم، پام شدم میرفتم تو آشپزخونه برای خودم یه غذا ابداع میکردم، درست میکردم، قشنگ خانه‌داری میکردم و همیشه کشش و گرایشات من به این شکل بود، یعنی اینجوری دیده میشد. درسته. به یکم مثلا رفتاره خودم رو بگم، خیلی دوست داشتم آشپزی کنم، وقتی که مثلا خونم مهمون میومد بیشتر من تو آشپزخونه بودم، من مثلا سفره میآوردم، من مثلا ظرف میشستم، من غذا درست میکردم بیشتر مواقع مثلا، و دوست داشتم مثلا همیشه تو خانوما بودم، لباس زنونه میپوشیدم، و اینکه همیشه به پسرها حس داشتم، تو جمع دخترها راحت تر بودم نسبت به پسرها، اینا برای تو همه بود؟ یه ذره بخوام بگم صادقانه، من تو جمع پسرها راحت تر بودم تا جمع دخترها. چرا؟ به خاطر اینکه اولا به خاطر محیطی که توش بزرگ شده بودم،
یه محدودیت خیلی وحشتناکی بین دخترها و پسرها بود که مثلا از نظر رفت آمد راحتی و این چیزها اجازه نداشتن، به خاطر مردای فامیل که اصلا یه فکر دیگه میکردن و دیگه پاره میکردن که تو الان وسط این دخترها چیکار داری. همیشه ما محدود بودیم، مجبور بودیم توی جمع پسرها باشیم. بعد توی جمع پسرها راحت تر میشد ارتباط برقرار کرد، معذب نمیشدی از اینکه بخوای خودتو نشون بدی و حالا معذرت میخوام کرم حتی بریزی براشون یا باشون راحت باشی بگی بخندی. ولی توی جمع دخترها همیشه چون به خاطر اینکه اونا کلن ظاهر زنانه داشتن و من ظاهرم یه چیز دیگه بود، هی نمیتونستم بیام جلوشون عرض اندام کنم، باعث خجالت هم بود مثلا بیام بگم وای منم دخترم، یه نگاه میکنم گو برو از ریشت خجالت بکش مردی که باید قیافت بیا برو جمع کن خودتو، یا هر چقدرم حالا به ظاهر و خنده به من میخندن مثلا تمسخرم مسخره میکردم و تمسخر میگرفتن، ولی تش یه فاصله ها رو رای میترسیدن، میگفتن ها این داره ادای این ادا رو داره در میاره که بیاد به ما نزدیک بشه و ما سوء استفاده کنه. برای همه همیشه این اجازه رو نمیدادن که من باشون راحت باشم، تو جمعشون راحت باشم، احساس تعلق نمیدادن. آره دیگه اینجوری بوده، فرزادم اینجوری بوده. بله فرزاد جان شما چی؟ مثلا شما دوست داشتی تو جمع دخترها باشی یا پسرها باشی؟ هر دو. یه دختری رو مخشو بزنم تو جمع پسرام هم که دیگه هویت الان واقعی خودم بود دیگه. ولی بچه که بودیم مثلا من تو شهرستان که زندگی میکردیم خیلی دوست داشتم، همیشه با پسرهای همسایه بازی میکردم و هم بازی بودم. ولی مثلا به سن بلوغ اینا که رسیدیم، بچه که بودیم همسایه ها کار نداشتن زنهای همسایه که با پسرهاشون بازی کنیم و دوستی کنیم. به سن بلوغ که رسیدیم میگفتن آی این مخ پسرمونو میزنه و نه رفت آمد نکنیم با ما اینا دیگه. محدود شدیم دیگه سن. آره سن بلوغ که شدیم محدود شدیم از این نظر. ولی خیلی دلم میخواست مثلا تو جمع پسرا باشم، تو جمع دخترام دوست داشتم باشم، ولی بیشتر دوست داشتم تو جمع پسرا باشم چون هویت خودم بود دیگه. چینا جون چقدر درس خوندی؟ من تا پنجم ابتدایی و مدرکش رو گرفتم، ولی دوره راهنمایی و سالس اول میرفتم ول میکنم، یعنی تا خود اول راهنمایی رو رفتم خوندم ولی سالس اولش مدرکش رو ندارم. خب چرا ادامه ندادی؟ به خاطر همین جنسیت؟ میشه گفت یه آدمی بودم که اصلا توی این دنیا سیر نمی کردم، تو همش فضا بودم، یه جوره عجیب تو خیلی آدم رویا بافی بودم. مثلا صبح که بیدار می شدم یه جوراب پام کنم، سر این جورابه یک ساعت می رفتم تو رویا و خیالات، خیلی خیالاتی بودم. بعد هیچ وقتم توی مدرسه و کلاس حواسم به درس نبود، همش می رفتم تو خیالات و رویاهای شیرین. و یه طرفم واقعا از چون همکلاسیان پسر بودن خیلی اذیت میکردن، واقعا زنگای تفریح تو محیط کلاس کلا همیشه اذیت بودم، خیلی اذیت بودم و هیچ وقت واقعا درس نخوندم اونجوری که باید. توی خونم چون برادر کوچیک داشتم همیشه دفتر کتابام زیر دهن و دندونای اینا بود، تیکه پاره میشد، برای همین هیچ وقت نتونستم اونجوری که باید درس بخونم ادامه بدم، هر جهت اذیت بودم، دچار مشکلات بودم. شما چی آقا فرزاد؟ شما چقدر درس خوندید؟ قبل اون من بگم، تینا درسته کم درس خونده ولی از انگار که مثلا دکترا داره، واقعا صحبت که میکنه بدون اینکه درس بخونه خانم دکتره. آمپول میزنه. درسته. من خودم هم تا فوق دیپلم خوندم، پیام نور میخوندم، اون نیمه دولتی حساب میشه و یک سره باید 4 سال بخونی که کارشناسی بشی و من به خاطر مشکلی که داشتم نتونستم درسم ادامه بدم، یعنی دانشگاه رفتم تا نصف فوق دیپلم حساب میشدم ولی مدرک به من ندادن. آره خب ما میگیم دیپلم. شما خب تا دبیرستان رو تموم کردید، دیپلم رو گرفتید. میخواستم سوال من اینه که شما بروانی، خب تینا جون که حالا پنجم تا پنجم اوکیه، تازه از راهنمایی دبیرستان بیشتر نشون میده، راهنمایی همه دبستان بچه هیچی مشخص نمیشه، بلوغی نرسیده، ولی شما تا دبیرستان رفتین کلن به بلوغ رسیده بودید. در دوران راهنمایی در وقتی که میرفتید مدرسه راهنمایی
اون پوششت اذیتت میکرد؟ باید مانتور مغنه بپوشی؟ خیلی اذیتم میکرد. حتی برای مدرسه هم به ما میگفتن یونیفرم بپوشین، نمیدونم هدبند اینجوری سرتون بذارین و اینا. واقعا خیلی اذیت میشدم بابت حجاب. و من دوست داشتم همیشه آزاد باشم و لباس پسرانه بپوشم. شهرستانم که بودم نمیشد. نه بحث خب آزادی نه بحث اون نیست. نه میخواستم بگم که به عنوان این که مثلا یه دختر بودی و دوست داشتی مثلا پسر باشی، مثلا منی که پسرم دوست دارم دختر باشم، من دوست داشتم مانتو بپوشم، دوست داشتم مغن، آرزوم این بود که مثلا تو مدرسه یک مانتوی بپوشم، مغنه‌ای بپوشم بتونم برم. مثلا همیشه با پسر نمیرفتم. شما که دختر بودی این پوش شش شما نه به خاطر که آزادی نرسه بحثون نیست، به خاطر گروه وجوده بعد تو مدرسه چی میرفتی؟ بازم همینجوری بودی یا دوستشی در بیارین مثلا روسری مغنه؟ آره خیلی دوست داشتم مثلا روسری و مغنه و اینا نداشت. میگم حتی به ما میگفتم موهای سرتون هم معلوم نباشه، هیدبند باید بذارید. یه مدیرایی داشتیم به خدا فلکمون میکردن اون موقع، خیلی اذیت میشدم. خب اوکی، به عنوان خودم تجربه خودم رو میگم، در دبیرستان راهنمایی چون پسر بودم و دوست داشتم که جنس موافق خودم رو دوست داشتم، یعنی پسر رو دوست داشتم، هیچ وقت نمیتونستم باهاشون احساس راحتی داشته باشم. همیشه گوشه‌گیر بودم، میز آخر بودم، با هیچکی با من دوست نمیشد، من نمیتونستم باهاشون دوست بشم چون همیشه حس آره. آره شماها میترسیدین. ولی ماها کیف میکردیم. ما میترسیدیم. این تیپش گنگستر آمول بوده. آره حتی با اینکه الان تینا یادم انداخت، با اینکه یونیفرم به ما میگفتن یونیفرم بپوشین، بعضی موقع قایمکی مثلا شلوار شیشتیق میکردیم توی کوله پشتیمون، میرفتیم توی دستشوی مدرسه عوض میکردیم، بعد مدیرم ما رو میگرفت مثلا دوام میکرد، انضباطمون رو کم میکرد، ما بازم تحویل نمیگرفتیم. همیشه شلوار شیش تیپ داشتم تو کوله پشتیم. درسته. بعد مثلا من خودم که مثلا تو راهنمای دبیرستان بودم، خب چون مثلا فکر کنم تینا جونم مثل ما بوده، ما دفترمون خیلی مرتب، خطامون خیلی خوب، خیلی خوشخط مینوشتیم و خیلی ترتمیز بودیم، لباس مرتب، کوله دخترونه مینداختیم، همه مثلا تعجب میکردن تو چرا، تو پسری چرا انقدر قشنگ مینویسی، تو چرا انقدر مرتبی، تو دو جنسه چیزی، از این حرف زیاد بود مثلا برامون. بعد ولی خب شما راحت تر بودید. بعد حالا ما میترسیدیم، گوشه گیر بودیم، شما که مثلا حس پسرانه داشتی چجوری بودی؟ راحت با دخترها کانتکت پیدا میکردی، ارتباط برقرار میکردی؟ نه راحت تر بود و نسبت به شما، ولی خب اینم بود که مثلا میگفتن این مثلا جسمش دختره چطور به ما داره ابراز علاقه میکنه. دخترها میگفتن، خیلی ازشون هم مثلا منو پس میزدن، میگفتم مثلا تو دختری، ما چطوری با دختر دوست شیم؟ اونم با شهرستان. آره شهرستان مثلا خیلی مسلمون بودن، همش نماز روزه و این جور چیزاشون بود. شهر ترکا میدونی دیگه خیلی مذهبی و اینا. آره خیلی از دخترها میگفتن نه تو چرا با همه فرق داری اونا، ولی دوست دخترم البته داشتم اون موقع. مثلا شما فکر کنم برعکس تینا جون، تینا جون مثلا رویاش این بوده که عروس بشه، زن بشه، سریع به رویاهاش برسه، شما همش به فکر عشق و حال و دختر بازی بودی. این همون بود که گفت اول کار فکر و ذکرش یه چیز بود، یه چیزی دیگه. ذکرم ببخش جنسی نبود. من مثلا نمیدونستم خودم چی هستم، هویتم چیه، چی کار باید بکنم، فقط به فکر این بودم که با یه دختر دوست بشم، برای زندگی میخواستم، نه اینکه فکر ذکرم به مسائل جنسی باشه. خب درسته. تینا جون شما وقتی که اون عکس تو تلگرام به عنوان یه زوج ترنس ازدواج کردن، اون موقع کاملا عمل کرده بودی؟ آره با فرزاد ازدواج کرده بودم. خب اون ازدواج کرده، پس هیچی تو خود سر سفره عقد بودیم توی محضر که این عکس رو از ما گرفتن و این عکس پخش شد. خب اون موقع که شما با همسرتون آقا فرزاد بودید، هنوز در خانه پدری بودید؟
نه من خونه فرزاد بودم دیگه، رفتم دیگه. من البته خونه دوستم بودم، بعد که ازدواج کردیم من دیگه رفتم خونه شوهرم. خب اوکی، حالا برمیگردیم به این. شما میگی جونم در خطر بوده، قبل از اون که عکسم یعنی منتشر نشه تو جونت در خطر بوده، تو از خونه پدریت فرار کردی یا نه خودت اومدی؟ ببین نمیدونم میشه اسمشو گذاشت فرار کردن یا خیر، به خاطر این بود که من راهی نداشتم جز اینکه یا عملمو انتخاب کنم یا به عنوان یه گی برم بالای چوبه دار اعدام بشم. یعنی به خاطر اینکه من یک سال از صدور مجوزم گذشته بود و من هنوز جرایی نکرده بودم، از طرفی هم می‌خواستم ازدواج کنم، بعد تصمیم داشتم، یعنی نه که نمی‌خواستم جرایی کنم، می‌خواستم واقعا برم تایلند عمل کنم یا یه بیمارستان عالی، دکتر عالی به طور طبیعی جرایی کنه. ولی خب چون یک سال از مجوزم گذشته بود، تو دوره من از نظر مالی واقعا وضعیت خوبی نداشتم، سازمان اطلاعات با من تماس گرفت، گفت که شما الان یک سال از مجوزت میگذره و چرا هنوز جرایی نکردین، نکنه گی هستی، زیر پرچم ترنس ها داری اینجا برای خودت زندگی میکنی، راست راست میگردی و لواط میکنی، و با یه لحن خیلی بدی با من صحبت شد. به من یه فرصت داده شد که برم برای عمل جراحی و دیگه مجبور بودم که دیگه انتخاب کنم دیگه برم برای جراحی. دیگه خونه پدری رو ترک کردم رفتم برای عمل. خب شما میگی تینا جون، شما بگی مجبور بودم، سوال من اینجاست، اینو فقط بگو آره یا نه بعد میریم به سوالمون. شما میخواستین عمل کنید یا مجبور شدید عمل کنید؟ آره یا نه؟ 100% رویای عملو داشتم، ولی نه اون عملی که بهش مجبور کرده بودم. خب اوکی، نه مجبور شدی عمل آره. کنید چون تو شرایطی دقیقه 90 قرار گرفتی. شما در دقیقه 90 قرار گرفتی و مجبور شدی عمل کنی. حالا فکر کن همه شرایط اوکیه، همه شرایطات اوکیه و حق انتخاب داری، عمل میکردی یا نه؟ یه بار دیگه بپرسی بی زحمت. میگم شما شرایط دقیقه 90 داشتی که باید تصمیم، باید عمل میکردی اون موقع، وگرنه میگفتی اعدامت میکردن. اگر اون شرایط نبود، شرایط همه چی اوکی بود، بازم دوست بون تصمیم اینو داشتی که عمل کنی یا نه دوست داشتی ترنس، یعنی با جسمت اوکی بودی؟ نه با جسمم حقیقتا اوکی نبودم، دوست داشتم عمل بکنم ولی نه توی ایران و تو اون شرایط. خب پس نه، در کل اگه بهترین شرایط هم داشتی عمل میکردی؟ اگه واقعا عمل خوبی بود عمل میکردی، عمل میکردی درسته، ولی تو عمل میکردی ولی دوستش توی شرایطی بهتر با یه مثلا امکانات بهتر ولی اونجا مجبور شدی که عمل کنی. خب اوکی، شما میگید به شما زنگ دادن از نظام، خب یعنی الان همه ترنسایی که ایران هستن یعنی وقتی دارن برای عمل، یعنی باید یه زمانی دارن تا عمل کنن؟ نه شرایط ما اون موقع متفاوت بود، ما اون موقع توی شاهنشهر اصفهان بودیم، زیر یه مجموعه انجیو بودیم و توی اون انجیو ما داشتیم کار فرهنگ سازی رو انجام میدادیم برای کارهای ترنس سکشوال که بتونیم مثل مجوزهای قانونی رو توی استان اصفهان به دست بیاریم، که یعنی چی؟ حالا بتونیم مثلا کلیه ترنس های اصفهان بیان زیر این مجموعه، توی این مجموعه تربیت زنانه بشن، تربیت مردانه بشن، دوره روان درمانیشون رو سپری کنن. و ما اون موقع تو اون برهه که بودیم مرتب یه پامون اطلاعات بود، یه پامون سمینار بود، یه پامون تو این شهر بود، یه پامون تو اون شهر بود، به خاطر اینکه من جزء اون زیر مجموعه بودم، جزء اون مجموعه بودم، این اتفاق برای من رقم خورد، وگرنه الان فکر نمی‌کنم چیزی برای کسی رقم بخوره. اوکی سوال من اینه، چرا فعالیت می‌کردی؟ گفتم که به خاطر اینکه ببین، به خاطر اینکه ترنس ها رو همیشه یه برچسب هرزگی روشون زده میشد، خیلی ها تو خانواده خطر بودن از جمله خود من، به خاطر عدم ناآگاهی همه وقتی میگفتی مثلا بچه من مثلا این مشکل داره، به عنوان یه آدم مفعول بهش نگاه میکردن، یادم هرزه بهش نگاه میکردن، کسی که فقط بره رابطه جنسی برقرار کنه، رابطه مقعدی برقرار کنه یا خیلی چیزهای دیگه، برای همه همیشه تو درک نمیشد، هویت رو کسی متوجه نمیشد، نمیتونست بگه من یه زنم یا یه مردم، سریع طرف میگه خب تو میخاری، خب بیا با من الان رابطه برقرار کن. ما خواستیم این فرهنگ سازی رو اجرا کنیم که دیگه این برچسب رو ماها نباشه. خب اوکی،
پس هدف شما فرهنگ سازی بوده چون دید مردم به جوامع LGBT بد بوده، میگفتن ببخشید اونا اوبی هستن. دقیقاً، برای همین ما مثلا سمینار برگزار میکنیم که بلد. بتونیم اون موقع بگیم که بابا این یک بیماریه مثل اعتیاد، درمان داره. درمان، اوکی درسته، متوجه شدم. پس خب بس من نمیدونستم که شما ده دوازده سال پیش هم این فعالیت ها بوده. من فکر کردم فقط عمل کردم. همه حضور داشتم. اوکی درست، حالا برمیگردم. فرزاد جان شما چی شد عمل کردید؟ حالا ما میگیم بالاخره پسرهایی که ترنس هستن میخوان دختر بشن اینا رو خیلی قابل درک داره، چون خب ما باید به اون جس برسیم مثلا زودتر. شما چی؟ شما یه خانوم بودید، چون خب به نظر من عملهای مثلا ماهایی که پسری میخوام دختر بشیم خیلی موفق تر از عملهای دخترهایی هم که پسر میشن، درسته؟ و خیلی هزینه ما کمتره و خیلی راحت تر نسبت به شما. شما چی شد که تصمیم به عمل گرفتید؟ تصمیم که من کلا میگم از بچگی رویا اینو داشتم که من عمل کنم و همیشه با هویتم برسم. چی شد؟ منظور از چی شد عمل کردم و نمیدونم. خب ببخش من رو از صحبت کنم. خب الان شما وقتی که الان آقا شدی شما به آرگاس میرسی؟ آره. چه جوری؟ خب ما دنبالش دبش برسه. ما دو تا عمل داریم، یکیش متوپلاستیه، اونو مثلا آلت زنانه چیز داره، کلیتوریس داره، وقتی هورمون درمانی میکنیم اون رشد میرسه به رشدی که قابل تایید دکتره، بعد اونو عمل میکنن. اون اورگاسمینا داره، بله، حس جنسی داره، ولی سایزش کوچیک‌تره. خب یعنی بعد دو تا عمل انجام بشه؟ من این عمل انجام دادم، ولی تصمیم دارم ایشالله از ترکیه راحت شدیم بریم اونجا عمل کنم دوباره. دوباره عمل کنید. و اون یکی عملم بگم، اون یکی عملم سخت‌تره و واقعا سخته. بچه ها که عمل میکنن دو سال اینا طول میکشه که به اون مورد نظر برسن، ولی خب حس جنسیش کمتره. اما اندازه چرا؟ بله درسته. چرا من این حرف رو زدم؟ چون از نظر علمی الان ما همطور که میگیم الان تینا جون که پسر بودن دختر شدن نه حامله میشن نه پریود میشن، درسته تینا جون؟ بله. آره فتح. خب اوکی. نه پریود میشی نه حامله میشی نه به آرگاس میرسی، درست؟ چرا آرگاس از نظر آرگاس مشکلی نداره؟ مشکلی نه. خب ولی ما هم خب خیلی با ترنس ها صحبت کردم و همشون که گفتن نه، چون ببخشی وقتی که بیزران میکشن دیگه آب از کجا بیاد؟ چرا اسپرم وجود داره من تو باربر نیست، یعنی من الان خیلی با صحبت میکنی اون آب منی گفته میشن بکنم اون وجود داره، اون هستش، هیچ مشکلی نداره، اسپرم وجود داره مثل همون قبل هستش همه چیز. میگم فقط شکل آلت تغییر کرده و اینکه اسپرم دیگه باربر نیست. و یه چیز دیگه بچه ها ارضا نمیشن، یه حقیقتی هست که من بخوام راجع به خود شخصی، من معمولا هیچ وقت سوالای شخصی دوست ندارم جواب بدم یا چیزایی که مربوط به شخص خودمه، ولی اینو دوست دارم الان بیان کنم. من خود من بعد از جراحی تا 2 سال واقعا همین به اورگاسم نمیرسیدم، چون اصلا نمیدونستم این چیزی که الان روی بدن من یه بدن جدید هستش، یه آلت جدید هستش، چطوری میتونم باش ارتباط برقرار کنم، چطوری میتونم مثلا به اورگاسم برسونمش. و یک روز بعد از 2 سال به طور کاملا اتفاقی این اتفاق افتاد، توی یک رابطه با همسرم به این اورگاسم رسیدم و خیلی اتفاقی کشفش کردم و دیگه متوجه شدم که من سالمم، اون تا الان نمیدونستم باید چه کاری انجام میدادم. اوکی. من خب بیشتر مهمانای من ترنس هستن. ترنسایی که عمل کردن میگن که آریان چون
خب ببخشید وقتی که بیزه رو میکشن خب دیگه هورمونی نیست که بخواد ببخشید آب منی ازش بیاد، و وقتی که عمل روده‌ای هستش این آب از کجا میاد؟ اصلا آب منی هیچ ارتباطی به بیزه نداره، بیزه فقط کار تخمکسازی رو انجام میده که کار باروری رو انجام میده و ترموستات بدن، تنظیمات سرما گرما و یه سری کارهای دیگه. کار اسپرم ربطی به تولید آب منی هیچ ربطی به بیزه نداره. یعنی شاید بگم در تجربه من کینا واقعا وقتی که من دو مرحله جراحی کردم، یه مرحله بیزه بود، اولیه تخلیه بیزه ها بود، مرحله دوم بعد از فکر میکنم 9 ماه 1 سال دقیقا نمیدونم عمل واژینال رو انجام دادم، ولی تا قبل از این که بخوام کامل واژینال رو انجام بدم فقط یه بیزه برداری بود دیگه، از من اسپرم خارج میشد، مشکلی نداشت. و این واقعا برای خودم جای سوال بود که منم همین فکر رو داشتم که آیا اسپرم ممکنه هیچ وقت نداشته باشم، ولی داشتم. ولی خب وقتی هم خب گفتم به یه سری ها گفتم آره همچین قضیه ایه، به من گفتن تو داری ولی باربر نیست. شاید هم باربر بوده نمیدونستم، امتحان نکردیم دیگه. چینا جون خب خیلی بیشتر ترنس ها میگن که خب ما اسپرم نداریم ولی از احساسی یعنی از نظر روحی ارضا میشیم ولی آبی نمیاد. شما هم اینجوری هستیم یعنی از نظر روحی اون ارضا میشی یا نه واقعا میبینیم مثلا فقط به خاطر که فرهنگ سازی و علمی شما میخوام بدونم برای ترنس هایی که میخوان عمل کنن در آینده این لایو رو میبینن، شما به عنوان که یک پسر بودی عمل کردی دختر شدی، وقتی که الان با شوهرتون محرمتونه دارید ارتباط برقرار میکنید، اون شما ببخشید اسپرم رو میبینی آب معنی رو میاد بیرون خروج میشه یا نه از نظر احساسی و ذهنی و روحی ارضا میشی شما؟ من یه توضیح کلی بدم راجع به این موضوع. آرینجا من خودم قبلا این سوال رو واقعا اون موقع اطلاعات یعنی جمله مناسبش رو نمیتونستم اون موقع پیدا کنم و گفته بودم از نظر روحی، میدونین دقیقا همین حرف رو یادم یه جا گفتم، حالا کجا دقیقا یادم نمیاد، ولی امروز وقتی دارم بهش نگاه میکنم میبینم که واقعا هم قیاس کنم. خب به هر حال بدنی که طبیعی خدا به تو داده که باش متولد شدی از شکم مادر خیلی فرقشه با بدنی که از زیر تیغ جراحی ساختیش، متوجه این؟ یعنی بدن قبلی من، فیزیک بدن من به شکلی بود که به حالت نرمال شما دست میزدی تحریک آمیز اون عمل تحریک انجام میشد، به اون چه میگن ارگاسم میرسید کاملا نرمال، نیاز به هیچ چیز یا فیلمی یا صحنه یا چیزی که تو رو تحریک کنه نبود، فقط همین کافی بود یه اشاره بهش کنی، متوجه هستین؟ یا با خودت اصلا شروع کنی با خودت بر بری، معذرت میخوام من این صحبت رو میکنم. آره. ولی بعد از جراحی بدنت که دیگه تیغ میخوره دیگه مثل اون اولیه نیست که تو حالت عادی به خودت دست بزنی سعی کنی خودت رو تحریک کنی این عمل انجام بشه، هیچ اتفاق نمیفته مگر اینکه یه عامل محرک از بیرون داشته باشی، حالا دیدن فیلم پورن، شریک جنسی که بتونه تحریکت بکنه، حتما باید توی اون تحریک تو اوج تحریک باشی تا به اورگاسم برسی. و بله وقتی هم به اورگاسم میرسی آره اسپرم وجود داره. اوکی درسته. پس شرایط سختی داره تینا جون. 100% سخته. باید بتونی بهش عادت کنی و بپذیریش دیگه. یه سوالی دارم. شما به خاطر که تایید دارم هی میگم پسر شدین دختر شدین، به خاطر که مهمانای جدید میان که شما رو بیشتر بشناسن. آره عزیزم شما وقتی که الان داری هورمون میخورید؟ من آره شروع کردم جدیدن دارم مصرف میکنم. اوکی سوال من اینجاست، شما پسری بودی که دختر شدی، آیا تا آخر عمر باید هورمون بخورید یا نه؟ آره یا نه؟ والا میگن که بله باید بخورید، منطقه من اونجوری نیستم که حالا اعتقادی زیاد به این موضوع داشتم، چون یه جا به من گفته شد، یکی از بچه ها رفته بود دکتر قدرت و صحبت کرد راجع به دوره هورمون درمانی، میگفتن که شما چون دیگه بیزه ندارید و بدنتون دیگه تولید کلسیوم نمی کنه، مجبور میشه کلسیوم رو از بافت مغز و استخوان بگیره تغذیه کنه،
یکی دیگه هم این که اگه مصرف هورمون نداشته باشین به مرور زمان خونتون فاسد میشه توی طولانی مدت و منجر به مرگ میشه. برای همین شما همیشه نیاز دارین که این هورمون رو مصرف کنین. ولی خب میگم مثلا من خودم کسی نبودم که مرتب بخوام هورمون درمانی کنم، همیشه شاخه به شاخه، یه وقتی مصرف کنم یه وقتی مصرف نکنم، دو ماه مصرف کنم یک سال مصرف نکنم. ولی اصولاش که میگن باید نرمال مصرف بکنین طبیعی تا آخر عمر، بدن نیاز داره. آقا این حرفای که شما میزنید خیلی برای من جدیده که من تا حالا نشنیده بودم که یه کسی هورمون نخوره خونش کثیف شه یا بمیره. حالا من اینو نمیدونم نظر علمی درسته یا نه. طولانی مدت یعنی اینجوری نیست شما یه سال نخوری خونت فاسد چه بمیری دور از جونتون. گفتم تو طویل مدت، حالا این چیزی بودی که متخصص به یکی از بچهای ترنس دیگه گفت و من از ایشون شنیدم، خودم نمیدونم واقعیت داره یا خیر. من یکی من چند جمله میگم شما بگو تایید کن درسته یا نه. اوکی خب تینا جون، کسایی که پسرهایی که هورمون میخورن، پسرهایی که عمل کردن دختر میشن هورمون زنونه میخورن، چرا؟ یک، موهاشون نریزه، موهاشون پرشه، موهای بدنشون بره، باسنشون زنونه بشه، بدنشون زنونه بشه، پوستشون لطیف بشه. آیا اینا درسته یا نه؟ بله. خب شما برای اینا میخوری؟ من خودم چرا که نه. آره فکرش یعنی نمیخوام همه اینا که گفتی. خب این چیزایی که من گفتم اصلی ترین علائم گفتیم رشد سینه رو؟ رشد سینه. خب سینم باهاشه. خب اینا این هفت مورد چیزایی که توی همه چیزایی که من زیاد شنیدم که همه این هورمون رو میخورن که اینجوری بشن، این صورتشون پر بشه. بدن ما میذاره در اصل. خب اوکی میذاره. حالا سوال من اینجاست، اینا رو شما تایید دادی، شما برای این هفت مورد این هورمونا رو خوردی، بیشترین مدتی که هورمونات فاصله افتاده چقدر بوده؟ فکر کنم یک سال. آره بیشتر شاید هم دو سه سال. دو سه سال در این حد. اوکی شما سه سال هورمون نخوردی چی شد؟ ولی چیزی نشد، همینم که میبینی. ولی خب یه جاهای واقعا احساس کردم که این جدیدن اخیرن، نه تنها من بلکه بچه هایی که توی پیج من بودن، احساس کردم یه ذره دارم رو به اونوری میرم. میدونین یعنی چهره، حالت های چهره داره یه جورایی از حالت زنانگی خارج میشه، نه اینکه مردانه میشه ولی از زنانگی هم داره خارج میشه. حتی من حتی دکتر قدرت اینجا ترکیه هم رفتم دقیقا یه آزمایش دادم، اینو گفت که داری به سمت اونور میری و دوباره شروع کردم از طرف هم هورمون استفاده کردم و الان یه چهار روز یه فکر کنم شروع کردم هورمون مصرف کردن، سه چهار روز. درسته. سلام یونا جون. یونا جون اگه میتونی بیای بالا کامنت بذارش خم. یونا جون هم که میشناسید دوست خوبمونم هستن ایشون. هم یونا. ها یونا. بله یادت. آره یونا جون اگه اوکی هستی میتونی بیای بالا کامنت بذار بیارمش خم. خب اوکی ما الان تینا جون چون دیدی که آره داره بر میگرده از اون زنونگی داری بر میگردی به مردونگی و دوباره شروع کردی. آره از ترس هم شروع کردم راستش. آره درست. میخوای یه دقیقه بریک بگیریم، یک استراحت یک دقیقه بگیریم؟ سلام. سلام قربون شما، مرسی. شما خوب هستین؟ زنده باشین. فدای شما عزیز دلم. یونا جون خیلی خوش اومدی، اگه گوشی تو مثل ما بذاری و بشینی یه جا ممنون. گوشیم به شارژ نگاه کن بعد یه لحظه من یه دقیقه وقت دارم یه چیزی بگم. بفرمایید. من دارم اشتباهی میکنم، ببینید فقط به عشق خودتون یه لحظه اومدم بالا. خواهش. والا چیزی ندارم پشتش بذارم، میتونم دستم کاغذی بذارم اگه بمونه. اوکی نه دقیقا عذیت نشی عزیزم. اوکی یونا جون اگر خب جولایی بودی اگه سوالی داشتی میتونی از مهمانا بپرسی. من همین الان اومدم آری انجام. فقط یه چیز بگم راجب خودم من نه از شما نیست، از مهمانا
اوکی از این فرزاد جان و تینا جون مهمان من هستن، اگه سوالی داشتید بفرمایید. میپرسم بچه‌ها، من یه بینندم و اومدم بالا و سوالات شما رو از ایشون میپرسم. بچه‌ها من چون تو ایرانم یه خورده محدودیت دارم، ولی سوالاتمو حتما میپرسم، چیزایی که خیلی تو ذهنشون رو من میدونم و ازتون میپرسم اگه آریان جان اجازه بدن. خب من الان نزدیک یک ساعته که دارم این دوتا مهمان عزیز رو به چالش میکشم. شما رو آوردم که با ایشون یکم صحبت کنید، من یه شراب بریزم بیام. آی جان برو شما شراب تو بریز بیا، من دوتا سوال از ایشون دارم. شما تین اسمتون رو میشه یه بار معرفی کنید؟ برخش من اینا فرزاد بودم با شما لایف گذاشتم، زیاد خاطرم نیست. عزیزم من تینا هستم، فرزاد جان همسرم. خب تینا جان شما ترنس افتومی یا انتوف اسخای میکنم؟ من یادم رفته واقعا، خیلی وقت این واژه ها رو به کار نبرده، کسی یه جورایی اینا داره یادم میاد. من فکر میکنم ترنس ام تو اف هستم. آره متوجه شدم. بچه میتونم راجبتون توضیح بدم؟ بچه هم متوجه بشن. راحت باش راحت باش. بچه تینا خانون پسر بودن قبلن، یعنی ذهنشون و یعنی جسمشون پسر بوده، جسمشون دختر، یعنی چجور بگم جسمشون پسر بوده ذهنشون دختر بوده و الان رو به این که دارن جسمشون دختر میشه و ذهنشون نه ببخش من قاطی کردم میخوای من بگم آه خودت بگو ببخشی بابا من در گذشته ذهن آقا داشتم، یعنی آقا بودم کاملا، ریش سیبیل همه جوره، بدنم فیزیکم یه آقای کامل بود، ولی روح و روان زنانه داشتم و بعد از اینکه متوجه هویت خودم شدم رفتم عمل تطبیق جنسیت انجام دادم و از آقا به یک خانم تطبیق جنسیت دادم، یعنی شدم یک خانم که الان خدمتتون هستم. خانم کامل هستن و آقا فرزاد گل زنده باشید. جسمشون قبلا دختر بوده، ذهنشون پسر بوده و الان کاملا عمل کردن و الان کامل پسر شدن. یکم واسه بچه ها این چیزا پیچیده است چون تا حالا نشنیدم و ندیدم. فرزاد جان خیلی گلی عزیز دلم، من یه سوال دارم. گلی از خودت جانم. فرزاد جان خب شما قبلا جسمت کاملا دختر بوده، ذهن پسر بوده و تطبیق جنسیت دادی و الان کاملا از لحاظ جسمی پسر شدید. یه سوال دارم، از عملتون راضی بودین یا نبودین؟ نه نیستم. خب این خیلی سخت. توی ایران رضایت بخش نیستا. من بچه‌ای هستن که دوستام هستن توی آلمان و اینا عمل کردن، خیلی راضیم واقعا. آره خب منم اینو خیلی شنیدم، چون بچه ما داریم توی جامعه زندگی میکنیم که این چیزا خیلی داره عادی میشه و باید هممون الان 1200 نفر تو لایون، خیلی ها نمیدونن ما اصلا داریم راجع به چی صحبت میکنیم و این درسته. آریان خیلی وقتا لایو میذاره حالا به حالت شوخی بعضی وقتا، ولی بچه الان کاملا جدیه و ایشون عمل کرده. یه چیز کوچولو من این وسط پرانتز باز کنم بگم، آریان جان ما الان تو ایران، شما حالا آریان تو ایران نیستی و آقا فرزاد تو ایران نیستید، خیلی بچه های دهه 90 دارن به این سو کشیده میشن. متوجه این؟ آره. دهه 90 ها الان دهه 80 ها و 90 ها آریان خیلی باب شده توی مدرسه ها که خیلی از دخترها خودشونو پسرونه میکنن و من خیلی از این موضوع ناراحتم. آره بابا. و مثلا دارن میگن ما شکل پسری، قیافه شونو یه مو میزنن، یه پرسینگ اینجا، ببخشید به پرسینگ من نگاه نکنید بچه ها، من الان 27 سالمه. تو را باید کن آزاد. من خود همسرم هم گوشواره داره، نگاه کنیم گوشواره هاش. نه یه موزله توی جامعه همون که نمیدونن بچه ها، بچه هم نمیفهمن، میاد منو میبینه، فلانی رو میبینه، فلانی رو میبینه، میگه منم پسرم. خود تو چرا پسری؟
میای منو میبینی، فرزاد رو میبینی، فراز ببخشید فرزاد فلانی رو میبینی تو مدرسه، میای میگی آقا سنت کمه نمیدونی الان چی هستی، فقط دوست داری دو تا دختر نگات کنم فلان شی بیسار شی. بچه تو رو قرآن اگه تو خانواده داره ما رو الان نگاه میکنه، اگه بچه داره ما رو نگاه میکنه ده هشتادی یا نودی ها، بچه میگه از عملم راضی نیستم، دختر بودن جسمن پسر شدن میگه راضی نیستم. آقا اینو تو کلتون فرو کنید، اگه میای موتو کوتاه میکنی دختری، میای موتو کوتاه میکنی یه شکل پسرونه میگیری استایل بگ میزنی و گنگ میزنی، فکر نکن الان تموم خانواده کنار اومدن فلان اومدن، تو بدبخت میشی. اینو دارم از ته دلم بهت میگم و خیلی دلی دارم بهت میگم، این کارو نکن دوست عزیزم. ده هشتادی هفتادی نودی برو اول روانشناس صحبت کن بچه، یه راهیه که برگشت نداره، واقعا برگشت نداره و از زندگی پشیمون میشی. چه پسری میخوای دخترشی، چه دختری میخوای پسرشی، خیلی باید به خودت مطمئن باشی که بری عمل کنی. این ریسکو توی زندگیت نکن، تا آخر زندگیت نابود میشی و هیچ راه برگشت نداره بعد هورمون تراپی. وقتی تو ریش در میاری، وقتی خیلی کارا میکنی راه برگشت نداره. این یه نصیحت دوستانه است دارم بهت میکنم. خانواده تو از دست میدی، کشور تو از دست میدی و خودت میمونی و خودت رو یه دنیای پوچ. اول ببین چی هستی بعد برو دنبالش. این یه نصیحت از طرف من، تو آخر تو گوشت آویزون کن. تمام. اونا گناهی ندارن، تو مدرسه باید آموزش بدن، الان کشورهای خارجی همه میدونن همه ایران فدای تو بشم. من دارم وقتی عزیزم وقتی ترنس بوده آزاده مجوز میده، خب نگاه کن وقتی مجوز آزاده مجوز میتونه بده، اینا اینم میتونه دست بده تو مدرسه. نه داداش مجوز اینجا آسون نیست، کی گفته؟ اینجا 3 سال باید شب و روز بری بیای تا بهت مجوز بدن. نمیگم آسونه، من خودم میدونی چند سال دویدم برای مجوز. خب منظور این که مجوز آزاده، ولی ذهنت میگه هستی، خب رسیدی به اون چیزی که میخواستی. ولی من دارم میگم که نرن خودشونو اذیت کنن، نرن برو بسن به پسر حس داری، به دختر حس داری، برو یه بار تست کن بعد خودتو اذیت کن. ببین خانوادهشو فامیلشو شغلشو آیندهشو کشورشو از دست میده. ببین یه چیزی که دارم واقعیت میگم، حالا دیگه خودشون میدونن. آره درسته. من یه چیزی به یونای عزیز بگم، شما حرفتون محترمه ولی من شما میگی که الان دهه 70 یا 80 یا 90 یا دارن تیپ پسرونه میزنن، اوکی این درسته، ولی من با اون عقیده شما مخالفم. اگر امروز دهه 80 یا 90 یا دخترات تیپ پسرونه میزنن، به خاطر این نیست که میخوان پسرشن، اونا میخوان حجاب باشه. آریان شما ایران نیستی، تو مدرسه یارو میاد ماشه میتراشه دختره، خدا شاهده آریان دیدم که دارم بهت میگم، میاد ماشو میتراشه بغل، اینا رو بلند میکنه، اینا رو میتراشه، میاد با دخترها دوست میشه، یعنی یه دوست دختر میگیره، یه دختره یه دوست دختر میگیره، یا میگه لزبیان یا میگه ترنس. خب این اشتباه، اطلاعاتی نداره. آریان تو خودتو نگاه نکن، بقیه رو نگاه نکن، میاد تحت جد قرار میگیره، یعنی تحت تحصیل قرار میگیره. ولی من بازم مخالفم. من اعتقاد دارم اگر دختری تیپ پسرونه میزنه چون میخواد آزاد توی جامعه بابا دوست نداره. ببین دختری که میاد تیپ پسرونه میزنه و با پسر اوکی میشه، اون تامبو یه تیپ پسرونه تو همه جای دنیا هم هست. خب اوکی اصلا من کاری ندارم آریان، میگم آقا من الان دخترم میام تیپ پسرونه میزنم، بعد میکنم تو مغزم، میکنم تو اینجا، نه من باید دوست دختر داشته باشم، من کامل پسرم. خب متوجه چی میگم؟ بعد میاد راه اشتباه رو میره، میاد تحت تاثیر من قرار میگیره، فراد قرار میگیره، تو قرار میگیره، فلانی قرار میگیره، راه زندگیشو اشتباه میره. نمیدونم
چیزی من دونم رو بهت بگم. اوکی من بعد دخترم میام چیزی به فرمه میذارم میگم بازم دخترم، ولی اون میاد دختره چیزی به فرمه میذارم میگه پسرم. شاید خیلی برید آری از خیلی زیاد شده که دارم میگم. درست. اوکی ما اگر شما سوالی نداری من ادامه بدم سوالامو. میخوای که تو تصویرتو ببند چون ضعیف شده یکم. آره تصویرتو ببند بعد سوالی داشتی بگو. خب از تینا جون پرسیدیم میریم سمت آقا فرزاد عزیز. آقا فرزاد عزیز شما چرا عمل کردی؟ نایی از دست داریان چرا عمل کردم؟ خب باید از بچه از کودکی خب رویای اینو داشتم دیگه، میگفتم یه روز به هویتم میرسم، آخرم رسیدم دیگه. خب هویت تو میتونه، اگه هویت تو به اون دستگاه بود؟ نه دستگاه نه بابا، دستگاه کیلو چنده. همین مثلا میدونی همین هورمون مصرف کردن، تغییرات من، همین تغییراتم مثلا راضیم، من با همین تغییراتم مردانگی دارم، نیازی نیست، مثال دارم میگم نیازی نیست من به قول تو دستگاهم عمل کنم، همین که به تغییر نسبی رسیدم رضایت داشتم واقعا. خب الان شما عمل کامل کردید. بله من یه لفتاری هم من بیرم پایینتون رو خراب کردم. اوکی ما هم دوباره میام. باشه عشقم اومدی کامنت بس. باشه اوکی دستان الان صحبت میکنیم. خب شما الان 11 سال عمل کردید، تو این 11 سال همش هورمون خوردید؟ بله هورمون مصرف کردم، مال ما خوراکی نیست، یه دونه آمپول هست. اون موقعی که زمانی که ما بود 100 میل داشت و 250 میل، الان رو نمیدونم ایران چجوری هورموناش، بچه ها باید از اول از 100 میل شروع میکردن که بدنشون یواش یواش عادت کنه، یه هوش و وارد نشه بهش. من خودم به بچه ها میگم از 100 میل شروع کنیم، ولی من از 250 میل شروع کردم. اون موقع کسی نبود منو راهنمایی کنه، پزشکای درستی نداشتم، مثلا من هزینه آنچنانی نداشتم برم تا تهران برم هزینه کنم و اینا. مال ما آمپوله، ماه یه دونه است، البته طبق نظر پزشکم اینم هست، اکثرا ماه یه دونه آمپول مصرف میکنیم دیگه. الان همین اواخر من متوجه شدم که زیاد مصرف کردنش هم خوب نیست، و اینکه من الان تقریبا 6 ماه یه بار مصرف میکنم. 6 ماه یه بار. برای شمایی که دختر خانوم بودی و الان آقا شدی هورمون چه کاری میکنه برام بگو. همون کاری که هورمون مردانه توی بدن آقا پسرای استریت انجام میده، هورمون تستوسترون اسمش، که روی بدن ما انجام میده. ریش در میاریم، موهای زائد در میاریم، صدا عوض میشه، بعد اندازه آره استخون بندی تغییر میکنه. مثلا من صورتم قبل اینکه هورمون مصرف کنم کشیده بود، الان چون مثلا اندازه فک استخون فک صورتم تغییر کرده، صورتم گرد شده، استخون بندی رو هم تغییر میده. خب دیگه آلت تناسلی هم رشد میده، همون آلت قبلی که بوده اسمش کلیتریس هست، اونو رشد میده. آره اندازه میگم کلا اجزای بدن تغییر میکنه. درسته. آره تینا میگه که رنگ پوستم عوض میشه. یه چیزی میخوام بپرسم، فقط بگید آره یا نه. وقتی که خانوم ها هورمون میخورن دیگه هورمونای مردونه تولید نمیکنن، زنونه میشن. خب دیگه مثلا اون آب معنی چیزشون هم نمیاد، اسپرمشون تولید نمیشه، قطع میشه. آیا برای آقایون برعکس باعث تولید میشه؟ مثلا بچه‌ها مثل ما؟ بله شما که دختر خانم بودی الان هورمون میخوری، آیا این هورمون شما باعث میشه که شما اسپرم تولید کنین؟ نه
دیگه آب چی به مال خانما نمیدونم چی میگن، آب مینی میگن چی میگن نمیدونم. بله من ببخشید خودم ترکم، از بس اینجا هم ترکی حرف میزنم دیگه، روز مردم چیزی هر از گاه فارسی یادم میره، اگه یه وقت بله. گیر پات میکنم ببخشید. راحت این آره اسپرم هست ولی باربر نیست به گلتی. نه میخوام بدونم شمایی که دختر بودید پسر شدید و دارید هورمون مردونه میخورید، آیا باعث تولید اسپرم میشه یا نه؟ آره یا نه؟ آره میشه. میشه. طبق اون هورمونه، هورمون مثلا من مردانه مصرف میکنم، آب منی من مردانه باشه، نه همون قبلیه اون آبه، ولی باربر نیست. همونه. باربر نیست. آه همونه. اوکی. الان اگر که از همه امروز شما بیشترین تایمی که مثلا هورمون تو فاصله انداختی چقدر بوده؟ من همین اواخر میگم 6 ماه یه بار دارم مصرف میکنم، قبلا ماهی یه دونه آمپول 250 میزدم. خب اوکی. تینا خانم که پسر بودن دختر شدن، وقتی که هورمونشون رو 3 سال نخوردن داشتن برمیگردن به دورانی که پسر بودن، صورتشون مردونه میشده، صداشون مردونه میشده، ریشاشون ریش و سیبیل در میآورده و بدنشون مثل همون همشون تغییر میکرده به مرد. شمایی که خانوم بودی و آقا شدی 6 ماه هورمون نخوردی، چه تغییراتی به وجود اومد؟ والا من چون تازه دارم این کار رو انجام میدم زیاد تغییرات آنچنانی احساس نکردم، ولی یه ذره مثلا صورتم میبینی خالی مثلا شده، اگه متوجه بشی نمیدونم معلومه یا نه، یکم مثلا این موهای صورت کمتر میشه، صدای مثلا، نه اینکه الان مصرف نمی کنی یه روزه همه تغییراتت به هم میریزه برمیگرده سمت دخترونه بودن، نه اون حدی که تستوسترون مصرف کردی پسرونه شدی تغییرات ظاهری ایجاد شده، اون همه طول میکشه که مثلا صدات زنانه بشه دوباره، ریشات کامل بریزه اینجوریه. ولی من موهام که موهامو میبینی و به خاطر هورمون ریخته بود آریان، الان هورمون مصرف میکنم اگه متوجه بشی موهام زیاد شده. خب پس چقدر جذاب، همینطور که خانم ها مثلا تینا جون هورمون میخوردن موهاشون پرتر میشده، شما هورمون میخوردی موهات میریخته. آره ریخته موهام. درسته جالب. ولی این اواخر که هورمون مصرف نکردم موهام دوباره دار در میاد. درسته. یه سوال تینا جون، در قانون جمهوری اسلامی در ایران، شما عملتون ایران بوده دوتاییتون؟ بله. در قانون تا اونجایی که من اطلاع دارم در قانون جمهوری اسلامی وقتی شما خواهی عمل کنید دکتر رضایت پدر مادر لازم داره. شما در اون زمانی که عمل کردی پدر مادر با شما در ارتباط نبودن، میونه خوبی نداشتن، حکم مرگ تو گذاشته بودن و قتل تو، کی رضایت داد که شما عمل کنید؟ ببین من اون موقع که مشهد بودم هنوز یادم نمیره، شب بود و یه جورایی 1,000,000 تومن هزینه ازم گرفتن برای بستری، ولی چون بیمارستان مشهد امام رضا بیمارستانی بود که پاتوق بچه های ترنس بود، یعنی دکتر دیگه همه بچه ها رو میشناخت، اونجا شلوغ بود، بچه ها میرفتن میومدن، یعنی همونجور شما تو حالت عادی بری تو بیمارستان حد کمه کمه 20 تا ترنس رو میبینی تو یه روز عادی، و هر هفته 2 تا ترنس رو جراحی میکردن. برای همین همیشه اونها به شرایط بچه های ترنس آگاه بودن کاملا، چون میدونستن نصف اون بچه هایی که اونجا دارن جراحی میشن خیلی شاید مجوز نداشتن، خیلیشون داشتن با زیر میزی دادن به دکتر جراحی میشدن، ولی فقط در حد بیزه، تخلیه بیزه، اصلیه رو من آگاهی ندارم، ولی رضایت نخواستن، فقط از من 3 بار امضا گرفتن که اگه هر اتفاقی افتاد مسئولیتش با خودت و این راه دیگه برگشتی نداره، یعنی اگه شما این عمل انجام دادید دیگه هرگز نخواهی، یعنی هیچ پشیمونی نخواهی داشت، اگه روزی روزگاری پشیمون شدی دیگه نمیتونی برگردی به اون آدم قبلی. این دیگه اینو یادم 3 بار امضا کردم، 3 بار. خب تو اتاق عمل که ورود کردم هم موقع بستری هم موقعی که تو بخش خواستم به من اتاق بدن. اوکی. ولی رضایت از خب این درسته، اینو درسته تینا خانم، این درسته که 3 بار امضا میگیرن که هی میگن شما ناقص میشی، شما ناقص میشی، بر نمیگردی، شما امضا میکنی تموم میشه. نه،
رضایت پدر مادر، آیا بدون رضایت پدر مادر عمل میکنن یا نه؟ آره من بدون رضایت عمل کردم. من 1,000,000 تو از زیرمیزی دادم. پس نمیشه غیر قانونی عمل کردین شما. آره پول بدی همه چی اونجا رشوه پول بده همه کار. ولی خب من اینجوری بود، من حتی واسه عمل تخلیه بیزه من، البته من عمل دومم که بود مشکلی نداشت، تو اولی اونو یه سری از دکترا زیرمیزی میگرفتن انجام میدادن. خب بس اوکی، پس با پول میشه عمل کرد. این که خب ببین، ما موجود بود دادگاه داشتیم، مجوز قانونی دادگاه داشتیم و همین کفایت میکرد. اوکی، فقط ما وقت زیاد نداریم، فقط یه سوال میپرسم خیلی خلاصه جواب بدیم، چون ما الان بعد دو نفر رو به چالش بکشم. تینا جون جان، چی بهش میگم، وقتی که عمل کردی چقدر طول کشید؟ ریکاوری چقدر طول کشید؟ ببین من 7 صبح رفتم اتاق جراحی، 2 شب اومدم بیرون، همه فکرم مردم، یعنی جوری شده بود ساعت 12 شب دکترا همه خارج شدن، من مونده بودم و 2 شب آوردنم داخل بخش و فقط تنها چیزی که یادمه سردم بود و بدنم خشک شده بود. خب. بدن 3 تا کیسه خونم بهم بست بود. یه دختر خانمی که برادرش ترنس بود مثل فرزاد جان بود، اومد و عمل کرده بود، با من دوست شده بود و ایشون مرو لباس من از خانم در برده بود، لباس بخش تن من کرد و من اصلا اینا رو یادم نمیاد. و صبحش که به هوش اومده بودم و هوشیار شده بودم، یه خانمی تخت بغل من دراز کشته بود به من گاری، دختری دیشب اومد لباسات در بود عوض کرد و تو فقط میگفتی سردمه، چقدرم آروم و مظلوم بودی. اصلا داد و بیداد نکرده بودی. چرا عملت تو زیاد طول کشید؟ به خاطر اینکه من قرار بود عملی که انجام بدم، ببین خود توی ما بچه ها عملامون فقط به یه شکل نیست، چندین روش داره، مثل آقایونی که چندین روش داره جراحی هاشون، یعنی بچه ها فقط میشنون عمل کرده ولی نمیدونن این عملا چند نوع عمله، چند مدله، به چه شکلی جراحی میشن. مثلا عملهای ما ها یه روده‌ای هست، یه پوستی هست، یه بند ناف جنینی هم هست. بله. من این 3 مدلشو میدونم، حالا مدل‌های دیگه هم داشته باشه، شیوه های جراحی دیگه هم داشته باشه که من اطلاعی ندارم، ولی یه دونه دیگه شو اطلاع دارم، کره دکتر چت انجام میده که از یه بافته که درست میکنن، دقیقا نمیدونم اسمش هم چی میگن، فناوری نانوه چی میگن، از اون انجام میدن که یه باف درست کنم مثل قضروف گوشت هست که درست میکنم پیوند میزنن. بله. اونم واژینا رو درست میکنم پیوند میزنن. قرار بود عملی که من میخوام انجام بدم بند ناف جنینی باشه. بله. که متاسفانه با بخش زایمان هماهنگ کردم، بند ناف جنینی آوردن تو اتاق جراحی و پیوند زدن به من و پس زد بدن من، برای همین من عملم خیلی زمان برد، مجبور شدن عمل پوستی رو انجام بدن و من آخه به روده ای هم رضایت نداشتم که شکممو بشکافن عین سزارین روده باز من بردارن، برای همین مجبور شدن روده ای پوستی جراحی کنن و پوست نداشتن، از بدن من پوست کندن در آوردن و از بدن من پوست جدا کردن و این عمل خیلی زمان برد که اونم قصهش خیلی مفصله و بعد یه توضیح راجع به 3 تا کامل داده بشه. اوکی. 3 تا شیوه جراحی. آره لطفا در این مورد تو لایوهای خودتون چون وقت نداریم ولی صحبت بکن برای بچه ها شما، چون شما خیلی اکتیو هستید لایوها رو میذارید. تینا جان اوکی، شما خب تجربه 11 سال عمل کردید، اگر خب ما داریم میبینیم که ترنسایی که در ایران هستن خب خیلی دوست دارن، واقعا بیشترشون دارن عمل میکنن، حالا چه به اجبار چه به خواسته خودشون یا هر چیزی، الان خود میگه 20 تا ترنس تو بیمارستان بوده، درسته؟ آره زیاد بودیم، من دسته این میومنم میرفتن میدیدم مرتب اونجا باشون رو برمی شدیم تو بخش بستری بودم. آره این لایب رو میبینم بالاخره الان در آینده میبینم. خودت بهترین عمل برای ترنس ها چیه؟ عمل پوستیه یا روده ای؟ عمل ببینید خب بستگی داره، مثلا عمل پوستی بسته داره، بستگی به طول آلت داره، طول آلت تناسلی مقدار عمق واژن رو تعیین میکنه. شما اگه آلت مثلا آلت شما طول آلت شما به مثلا بالای 10 سانت باشه، هر چند سانت آلت شما باشه، اون پوست آلت شما عمق واژینال شما رو میسازه. میدونی؟
روده ای نه، روده ای مثلا 20 سانت روده اضافه توی بدن انسان ها موجود هست که اینو برش میدن و اون مثلا اون میشه عمل رودت مشخصه، ولی روده ای معمولا عمل یه جورایی میگن سخته، میدونین میگن که آره چون به خود روده بزرگ متصل میشه که روده بافتش زنده بمونه حفظ بشه، برای همین میگن که یه مقدار عمل سختیه، ولی خیلی به واژینال طبیعی‌تره، خیلی نزدیک‌تره از نظر ترشحات و این چیزا هم شنیدم اوکی هستش، زیاد خشک نیست، ولی پوستی عمل پوستی خشکه دیگه، ترشحات واژینالی که واژن طبیعی داره عمل پوستی اینو نداره. مثلا شما هنگام برقراری ارتباط جنسی حتما باید از یه مایع لغزنده استفاده کنی، کمکی مثل لیبرویکانت مثلا استفاده کنی که بتونی یه رابطه اوکی داشته باشی، وگرنه بدن شما خودکار خیس نمیشه، تولید ترشحات نمیکنه. اوکی متوجه شدم. یه سوالی دارم، آیا خب یه ترنس عزیزمون که ناخواسته مجبور شد، خانم طناز مهربان که بنده خودم خب 10-15 سال 20 سال داره تو سوشال مدیا فرهنگ سازی میکنه، ایشون رو به زور عمل کردن چون آقا بودن، ایشون گی بودن یعنی نمیخواستن عمل کنن، ایشون هم تو شرایط خیلی سخت قرار گرفتن و عمل کردن، ایشون رو روده ای عمل کردن و صحبتی که با ایشون داشتن میگفتن که چون روده ای عمل کردن ببخشید مدفوعشون هم از جلو میومد هم از عقب، این واقعیت داره؟ من اینو از دو نفر شنیدم، اونم به چه شکل، هر دو نفر یه نظر متفاوت داشتن، یکی از دوستان بلژیک جراحی کرده بود و اینو کامل رد کرد، میگفت نه من این جراحی انجام دادم، خونریزی های فراوانی داشتم حتی زیر دوش حمام و بیهوش میشدم حتی، ولی هرگز همچه اتفاق برای من رخ نداده که بوی تعفن، مدفوع، خروج مدفوع از واژینال داشته باشم، یعنی کاملا رد کرده بود این موضوع. میگم صدق این موضوع به خودشون و وجدان خودشون بستگی داره. یکی از بچه هم که توی ایران بود و عمل کرده بود میگفت که آره من وقتی با شریک جنسی خودم شروع میکنم به ارتباط برقرار کردن یک بوی تعفنی به من میخوره که اصلا خجالت میکشم و وقتی من دارم به این شدت حسش میکنم مطمئنا طرف مقابل منم داره حسش میکنه و واقعا حالش بد شده بود و اینو تایید کرده بود که واقعا همچی چیزی موجود داره. فقط خیلی کوتاه نظر خودت چیه؟ من خودم که تجربهش رو حقیقتا ندارم، نظری در این باره ندارم، چون میگم جراحی من جراحی پوستی بود و اوکی شما پوستی عمل کردید ولی واژن کسایی که پوستی عمل میکنن محدوده، اندازش محدود هستش. بله شما محدود هستید، بله به حالت داره، ولی به روده ای راحت آزاده. ولی یه حسی که عملای پوستی داره اینه که اگه شما رضایت نداشتید از عمق واژینال یا در صورت انسداد واژینال میتونین عمل روده‌ای رو بعد از اون انجام بدید، یعنی این فرصت رو داری بری ترمیم رو انجام بدی، ولی عمل روده‌ای رو دیگه نمیدونن، روده‌ای رو نمیدونین. درسته. ریکاوری چقدر طول کشید؟ منظوری که بعد که از اتاق عمل اومدی چقدر طول کشید خوب بشی کامل؟ اینو تایمشو بگو. ببین من 5 روز کلا روی تخت بدون حرکت بودم، 5 روز کلا بدون حرکت روی تخت بودم، بعد از 5 روز منو مرخص کردم، تونستم روی پاهم بیستم و برم، ولی بدن به شدت ضعیفی داشتم. یه سوالی میپرسم فقط از نظر علمیه، چون من میدونم شما با این سوالا خیلی خوشتون نمیاد و حال نمی کنید، ولی فقط نظر علمی شما میخوام بدونم. آره آیا تینا جون، آیا این درسته که میگن بعد این 6 بعد از اینکه پسرهایی که عمل میکنن و دختر میشن تا 6 آره تا 6 ماه باید دیلدو استفاده کنن؟ راستش طول درمانش رو من دکتر به من گفته 2 سال، نه 6 ماه، 2 سال. چی؟ بعدم من دکتر به من گفت 2 سال، تازه اونم بعد از اینکه دکتر معاینه کنه تازه به تو اجازه میده که بتونی بری روابط جنسی آزاد برقرار کنی، اونم تو چارچوب خیلی چجور بهتون بگم امنیتی،
یعنی سکس خشن، سکسی که آسیب دخول و خروجی که محکم باشه بخواد آسیبی بزنه به درون واژن، میگن نباید انجام بشه با احتیاط. ولی تا 6 ماهشو میدونم نرمال هست، ولی خب خیلی ها تا 2 سال وای نمیستن، تا قبل از 2 سال این رابطه رو برقرار میکنن. نه 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 معمولا رابطه نه، میگم آیا این درسته که میگن 6 ماه بعد دیلدو هر روز بکنی داخل که این بسته نشه؟ من خود دکترم به وقتی که رفتم دکتر باش صحبت کردم میگفت که روزی 3 بار هر دفعه 20 دقیقه فقط 3 سایز دیلدو هست که از کوچیک به بزرگ هستن، درجه بندی داره، یعنی 3 ماه اول باید سایز کوچکش رو روزی 3 بار هر دفعه 20 دقیقه فقط داخل واژینال فرو کنی و نگه داری، نه اینکه دخول و خروجی انجام بشه، تکانی انجام بشه، فقط داخل باشه همین. بعد 3 ماه بعد سایز متوسط به همین شکل، 3 ماه بعدش که دیگه گذشت دیگه سایز بزرگترش. این چیزی بود که خود دکتر به من گفت، شخصا این شما... از خود دکتر شنیدم. و شما انجام دادی؟ من انجام ندادم. چرا؟ به خاطر که اون سالی که من عمل کردم اصلا همچی چیزی دکتر من نگفته بود و ورود دیلدو به کشور ایران ممنوع بود. سال بعدی که من رفته بودم دکتر برای جراحی همسرم و به دکتر گفتم که من دچار انسداد شدم، چون رابطه ای نداشتم، کیس جنسی هم نداشتم، کیس عاطفی شریک جنسی نداشتم که بخوام رابطه ای باش برقرار کنم و اطلاعی هم نداشتم از این موضوع، برای همین من عملم کاملا ناموفق بود و دچار انسداد شدم. وقتی به دکتر مراجعه کردم برای عمل همسرم مشکل خودم هم باش بیان کردم، دقیقا این جمله رو به من گفت و گفت میتونی تکرار بیارم براتون توی جراحی باز کنم، که من دیگه گفتم اصلا حاضر نیستم چنین ریسکی رو دیگه انجام بدم. این الفاظی که گفتید انگلیسی بود یا فارسی بود؟ دوباره بگید کدومش؟ همین که به مشکل خوردن عملتون چی بود؟ عمل انسداد بود دیگه، مسدود شد، واژینال مسدود شد کاملا. خب واژنتون بسته شد؟ آره بسته شد. خب چجوری ببخشید چجوری میرفتید دستشویی؟ از واژن که کسی دستشویی نمی من موندم نکنم من واژن دستشویی می کنم. نه ادرار جدا، مجاری ادراری جداست. آخه چون ما به همجور که من نمیدونم به خاطر از بر من هم فهم کردم کسی که عمل می کنن از واژنشون ادرار می کنن. نه 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 ببین بالای دهان واژن مجاری ادرار قرار گرفته، یعنی اون یه چیز جداست، اینم جداست. خب من نمیدونستم خوبه گفتی من مثل یعنی واژن شما مثل خانم نیست که هم بتونه ادرار کنه هم رابطه. نمیدونم واژن خانم ها فکر نمی کنن از واژن ادرار کنن، چون بالای دهانه واژن خلاف ادرار بعد کلیتوریسه. نه جو واژن خانم ها با ادرارشون همه چی با همه، پریود ادرار همه چی از یه جا میاد. جدا؟ نه برای ما مثلا وقتی ببین دهانه واژینال بالای سوراخ مجاری ادراری، بالای سوراخ مجاری ادراری کلیتوریس قرار گرفته، برای عملهای ما که به این شکله. ولی من فکر میکردم که مثلا خب شما آره چون مال خانم ها ادرارشون پریودشون از همه جا از یه جا میاد، اینجوری نیست جدا جدا باشه. نه چی میگی؟ دل زرزاری داشته قبلا آریا تجربه داشته خودش داشته میدونه. آخه نه این لایویه که ما داریم دانستنی همون رو زیاد میکنیم. من نمیدونم آقا فرزاد شما دختر بودید آیا جداست یا نه یکیه؟ جداست جداست عزیزم، همونطور که تینا گفت آره واژنه، از واژن آبی که میگن چی بوده؟ ترسوه اون اورگاس میاد از واژن، پریودی میاد بالای واژن، رحم بهش وصله که از اونجا میاد خونه پریودی. خب اوکی پس من نمیدونستم، من فکر کردم که ادرارم بالای واژنه جداه. بله من نمیدونستم، من فکر کردم خانم ها واژنشون همه چی یه دونه میاد، یعنی ادرارشون پریودیشون و رحم و همه تو یه جاست، نمیدونستم هر کدومش جدا جدا. بالا آقایان اشتباه گرفتی، نه اونجوری نیست، اون جداه برای خانم ها. بعد این
من یه نکته حتما بگم قبل از این، وقتی من حرف از بسته شدن واژن میزنم یا انسداد، منظور بر این نیست که شما یه سطح تختی دارین که هیچ سوراخی نداره، نه، منظور اینه که عمق واژینال انقدر کم شده که مناسب رابطه جنسی طبیعی نیست. متوجه این؟ مثلا اگه برای رابطه یه آلت بالای 10 سانت میخواد دخول کنه، مثلا واژینال مثلا عمقش شده 5 سانت. بله. میدونی؟ در این حد. آره، که بعد قابل ترمیمه. اوکی، درسته. پس خیلی ممنونی که به اطلاعات من اضافه کردید. ممنونم. حالا از فرزاد جون عزیز، فرزاد جان شما خب تینا جون یه بار، تینا جون شما سینتون طبیعیه یا ژله؟ نه طبیعیه. طبیعی یعنی با هورمون بزرگ شده؟ هورمون، بله، میشه پس. اوکی، شما پس ژل نزدی، هورمون خوردی، اومده. فقط شما یک بار بیزتون رو تخلیه کردید، یه بارم واژن گذاشتید. بله دقیقا. خب دو بار، درسته. آقا فرزا شما دختر بودی، سینهاتو تخلیه کردی؟ بله. خب اوکی، واژنتو تخلیه کردی؟ بله. رحمت هم تخلیه کردی؟ بله. میتونین سینهاشو ببینین، مشکلی نداره اگه. نه اوکی، برای لایو شما اوکی. درسته. خب پس اوکی، حالا شما به عنوان که دختر بودی، حالا اونو ببینم، بقیه رو میخوام ببینم. آه اوکی، شما آقا فرزاد، به نظر شما که شما همسرتون پسر بودن دختر شدن و همسر تینا جون دختر بودن پسر شدن، به نظر شما عمل شما سخت‌تره یا عمل تینا جون؟ عمل ما به نظرم سخت‌تره، چون یه چیز بیرونیه که باید یه کارش بکنن دیگه. ببین، یا از این ساید دست برمیدارن برای ما رو، یا از پا برمیدارن، یا از شکم. برای عمل ما چون بیرونی باید انجام بدن سخت‌تره و چندین مرحله داره. مثل مال اینا شاید دو مرحله باشه، برای ماها 3-4 مرحله است که به اون اوج واقعا رضایت برسی. میگم توی ایران خوب نیست کیفیت عملها، ولی من دوستایی دارم که آلمان انجام دادم، واقعا راضیم. خب یه سوال علمی میپرسم آقا فرزاد عزیز. خب من که خب پسرم و دوست دارم همین باشم، یعنی پیگیر این نیستم که عمل کنم دختر بشم، یا مثلا دختر نیستم که درگیر عمل پسرونه باشم، آیا اینو من خیلی شنیدم، آیا درسته میگن که خانوم هایی که آقا میشن اون آلتشون، آلت مردونهشون همیشه سیخه؟ نه، اینجوری نیست همیشه سیخ باشه، ولی اندازهش مثل مال آقایان استریت نیست. مثلا اندازهش همون اندازه است، مثلا کوچیک بزرگ نمیشه. یه برای نوزش، همون سیخ کردن که تو میگی، یه دونه ایمپلنت هست، بهش ایمپلنت میگن. دو نوعه، یه دونه هست دستی، کار میذارن توی آلت، بعد اینکه همه کارهای آلت انجام شد بهش روش فالوپلاستی میگن. اون آخرش ایمپلنت میذارن داخلش، یه دو تا پمپ داره، یه دونه بیزه قرار میگیره، یه دونهش تو شکم قرار میگیره. این پمپ ها رو که میزنی راست و چیزی میگن ایرکشن میشه، آره، تحریک میشه، سفت میشه، بلند میشه. ولی انداز دیگه کوچک بزرگ نمیشه، همون اندازه آره. هستش وقتی هم میخوابه با همون سایز همون اندازه نرمال چقدره؟ 10, 12, 13, 14, 15. نه آره این که آره، ولی خب بستگی داره به بیشترین حس جنسی که داره برای فالوپلاستی ساید دسته، اونم دست چپ اکثرا انجام میدن، چون از اینجا سرخرگ سیاه رگ رفته به قلب، حسش بیشتره. بعد بستگی داره، طرف شاید لاغر مردنی، اندازه سایزش کوچیک میشه، این هست، مجبوره از پاش بگیره، اونم حس جنسش کمتره، اونم بستگی به بدن طرف داره. همین واقعا خیلی سخته. ببینید تینا جوز، آقا فرزاد عزیز، واقعا خیلی این سخته که آدم بتونه با این کنار بیاد. حالا اگه تینا جون پسر بودن
حالا با دو تا هورمون سینه‌شون در اومده، با یه عملم یه واژن گذاشتم خیلی راحته، ولی واقعا یه خانومی که آقا بشه خیلی سخته. آره میگم، من الان دارم میگم همه توهین میکنن، فحش میدن توی لایو و اینا، نمیدونم ما چه سختی های دست و پنجه نرم کردیم. میگم عمل ما ها سختر از عمل ترنس هایی نیست که پیوند هم وجود داره، ممکن پیوند نخوره. عمل که میکنن آریانزان فالوپلاستی رو چندین جلسه، بچه هست زردی میگیره میذارن روی نور یوویه چیه. آره آلت ترنس های آقا رو هم چندین روز باید بذارن زیر اون نور، آیا پیوندش بگیرن؟ ممکنه ریسکه، ممکنه پیوندم نگیره. آره. درست از بدن خودته، ولی ممکنه پس بزنه واقعا. اوکی، یه سوالی، زمانی که قبل از که عمل بکنی اینا رو میدونستی؟ اولش که نمیدونستم، میگم اون موقع هم اینترنت اینا نداشت، من بلد نبودم، ولی همیشه فکرم این بود که من یه روز پسر میشم. توی اینترنت هم نگاه کردم، وحشتناک بودا عکسای عملا، نمیدونستم که، چیزی هم بلد نبودم. با این که وحشتناک بود عکسای عملا، بازم میخواستم عمل کنم، برام فرق نداشت. اوکی. اون درد و بجون میخریدم. خریدی. آیا آقا فرزاد عزیز، آیا تنها شما اینجوری فکر میکنید که مردونگی رو به اون پایین تنه میدیدی؟ نه. خیلی هم از مردای استریت هستن که همون پایین ترن هم دارن، ولی اصلا مرد نیستن. نه. پس شما میگی نه، من مردونگی رو به اون پایین تنه نمیبینم. نه. سوال من اینه، آیا شما مردونگی رو که میگفتی من دوست داشتم مرد بشم، به این میدیدی که عمل کنی و اون دم و دستگاه تو ببینی بگی مرد شدی، یا نه اصلا جریان جداست؟ نه احساسات درونی دیگه که بخوای ببینی من آره دیگه من کامل شدم الان دیگه مرد شدم. آره اون آره عمل آخرم رو کاملا انجام بدم دیگه خیلی آرامش واقعا 100% میگیرم. درسته. تینا جون، شما زن بودن رو به واژن میدیدی اون موقع؟ آره. اوکی، اگر الان بودی الان چی؟ الان فکر میکنی که اگه بخوای یه زن بشی باید واژن داشته باشی؟ آره. اوکی، درسته. خب حالا برمیگردیم به شما آقای فرزاد عزیز، شما در ایران که عمل کردین، آیا میخوام بدونم که برای خانم هایی که میخوان عمل کنن، آیا سازمانی هست که حمایت کنه از آقایون ترنس، خانم های ترنس که میخوان آقا بشن؟ نه، هیچ سازمانی کمک نمیکنه، ولی دروغ نگم، من و تینا از بهزیستی کرج تقریبا 10 میلیون اون موقع به ما وام دادن. آره. برای اشتغال بود و اجاره منزل بود، آدم نباید از حق بگذره. نه، اونو اجدا دادن اجاره منزلو. آره، یه میلیون هم به من و تینا هزینه هورمون درمانی دادن. نفر 4 میلیون تومان فکر کنم اگه اشتباه کنم برای اجاره خونه بود، 3 میلیون تومان برای اشتغال بود، 10 میلیون هم به من دوباره وام. آره خب، ولی خب با اون پول اصلا اون موقع نمیشد اشتغال را بندازی یا خونه اجاره کنی، خیلی کم بود. اوکی، پس چیزی نیست که بخواد کار آدم را بندازه. آره. خب عمل شما چند ساعت طول کشید؟ من همه عملهایی که انجام دادم تقریبا 2-3 ساعت طول کشید. با اینکه عملتون خیلی سخت بوده، کمتر از تینا جون طول کشید؟ راحت بود. عمل مثلا سینه برداری و رحم برداری چیزی نیست، مثلا دور از اون خانم ها که سرطان میگیرن هم این عمل ها رو انجام میدن، ولی خب من تو عمل سینم خیلی اذیت شدم چون به روش برش انجام دادم، مثلا دوباره از حال رفتم، بیهوشی که اومدم توی اتاق دوباره بیهوشی از حال رفتم. آره. اوکی، یه چیزی، سوالی چینا جون، اینو جدی بهم بگو، شما زن شدی، این اولین بار تو زندگیم که میبینم یه دختری، یه پسری که دختر شده با یک، و یه پسری که دختر شده با هم ازدواج کردن. خب این فکر میکنم اصلا شما اولین زوج تو این دنیا هستید، من هیچ جای دیگه ندیده بودم.
چی باعث شد که تو که این همه زحمت کشیدی، این همه سختی کشیدی، خانواده رو، جامعه رو، همه چی رو گذاشتی کنار که یه زن بشی، چی شد که اومدی یه خانوم رو انتخاب کردی، خانومی که آقا شده؟ بفرمایید. راستش رو بخوای، به خاطر اینکه اگه بخوام کاملا حالا صادقانه و کاملا جدی بخوام اینو توضیح بدم، من توی اون دوره، برای منم خیلی چیز جالب و تازه و جدیدی بود که یه شخصی که حالا اومده پسر شده، اولا یه ذره برام حالت چندش آور بود بهم. چون همین که میخواستم به هر حال ما خانما وقتی که میخوایم یه نفر رو وارد زندگی کنیم حتما یه گوشه نگاه جنسی هم داریم به طرف مقابل. محاله این که بخوایم بگیم نه ما مثلا عاشق طرف شدیم ولی هیچ نگاهی هم از نظر جنسی تو ذهنمون نداشتیم. خیلی شاید کم به ندرت پیش بیاد همچین موضوعی که کسی این نباشه، ولی چرا برای من وقتی تمام پوهناشو در نظر میگفتم، ظاهرشو نگاه میکنم کاملا مردونه، اخلاق مردونه، کشش هم برای من خیلی جالب بود، واقعا خیلی جالب بود، چون میدونستم تو گذشته بک‌گراندش چی بود، قبلا چی بوده، جسمش چی بوده، ولی همچی که فکرم میرفت، نگاهم میرفت برای توی خشتک، نایه خشتک و اون ارتباطی که وقتی وارد رابطه بشم قراره یه روزی ارتباط برقرار بشه، به هر حال یه جورای چندش هم میشد از اینکه حس کنم که عمل نکرده، نه اینکه عمل کرده. چون اون موقع مثلا هر کسی به مثلا اون موقع آشنا میشدیم دوره بود که بچه‌ها هنوز جراحی نشده بودن، خود منم هنوز عمل نکرده بودم، خود منم برای طرف مقابل چندش آور بودم یه جورایی. ولی با این حال خیلی جالب بود وقتی که میدیدم مثلا غیرت داره، چه جالب، نمیدونم تعصب داره، اینجا چقدر مردونه رفتار میکنه، داره میاد منو بوسم کنه، چه جالب، یه مرد داره با من رفتار، همه چیش میدیدم مردونه است. برای من خیلی عجیب بود، خیلی عجیب و خیلی تازه بود، یه چیز هیجان انگیزی بود و هی من چجوری بگم هیجاناتم بیشتر میشد توی رابطه، هیجانات همیشتر میشد نسبت به طرف مقابل و دیگه رفتم تو فاز و مد عاشقی و این چندشه از من دور شد به مرور وقتی عادت کردم به دیدنش، به بودنش، به عشقش، به دوست داشتنش و کم کم تبدیل به علاقه شد، این چندش تبدیل به علاقه بیش از حد شد، جوری که دیگه واقعا نمیتونستم دیگه انتخاب کنم واقعا. اوکی چند سال با همین؟ الان سال 95 ازدواج کردیم، الان 402، 7 سال باشه. آره 7 سال با همین و الان راضی هستی؟ آره خدا رو شکر راضی هستیم. خب یعنی میخوام بدونم که حالا به فرزاد جونم میرسم، میخوام بگم تینا جون اگر یک خانومی عکت یک مرد رو در بیاره، به نظر تو میتونه جایگزین یه مرد باشه تو زندگی؟ عکت یه مرد جایگزینش باشه؟ یعنی الان شما میگی که آقای فرزاد، آقای همسر شما غیرتی بود، بوسم میکرد، همه رفتاراش مردونه بود ولی پایینش زن بود، هنوز عمل نکرده بود. آیا این خودت تو الان، خب 7 سال با همین، حالا خیلی وقت با 7 سال کم نیست، یعنی آره. تو رو تأمین میکرد از همه چی؟ آره ببین یه چیز جالب بگم، حالا خیلی ها اینو نمیپذیرن، برای من دیگه تو رابطه به شکلی اتفاق افتاده بود، یعنی یکی از دلایل شاید عمل ناموفق خودم بوده، یه چیزی که واقعا باعث شد که من بخوام این همچین رابطه ای رو واقعا داشته باشم و برای مهمی نباشه مسائل روابط های زناشویی جنسی، به خاطر اینکه این بود که من عمل ناموفقی داشتم و این خیلی کمک کرد به کنار منم، و یکی اینکه به خاطر اینکه من دیگه برام به یه بودی از زندگی رسیدم، به یه درجاتی از زندگی رسیدم که دیگه روابط جنسی اصلا اهمیت و اولویت تو زندگیم نداشت، خیلی چیزهای دیگه مهمتر برای من به وجود اومد، اولویت شد برای من تو زندگی و این دیگه اذیتم هم نمیکرد، واقعا همه جوره دیگه تامین میشدم، اون چیزایی که میخواستم و میگرفتم. خب ولی اگر که بخوایم مقایسه کنیم برای آقای فرزاد
خیلی راحت تر بوده شما رو قبول کنه تا شما ایشون رو قبول کنی. آره برای تو راحت تر بوده منو بپذیری؟ برای شما راحت تر بوده. آره من چون قبل تینا جان با یه ترنس دیگه هم دوست بودم، ولی اون اصلا از نظر اخلاقی و به نظر من فقط ظاهرش رو عمل کرده بود، کلن تو گذشتش مونده بود، پسرونه بود، فقط ظاهرش عوض کرده بود. و من نه الان بحث ظاهر نیست آقا فرزاد، من میخوام بگم که خب همیشه خانوم ها ببینید الان من یه پسرم هیچ عملی نکردم. نه سوال من اینه که الان خب 100% تینا جون با الان من پسرم هیچ عملی نکردم، نه سینه دارم نه واژن زمانه، یه پسر چی دارم، ولی خودم از 100 تا دختر توقعم بیشتره. یه مرد باید قد بلند باشه، هیکلی باشه، کامل باشه، پولدار باشه، مهندس باشه، این باشه، با اینکه هیچی ندارم تو وجودم. حالا فکرشو بکن تینا جون این همه زحمت کشیده، عمل کامل کرده، هورمون خورده، داره خودشو زن کامل میکنه و انتظارش به عنوان یک زن، خب همیشه خانوما انتظارشون بیشتره چون امتیازهای بیشتری دارن، میخواد یه مرد تو زندگیش بیاد. حالا میاد یکی مثل شما رو انتخاب میکنه، میگه به نظر شما که یک مردی شما سخت داره نسبت به راحت تر کنار میایین با تینا جون، یا تینا جون با شما راحت کنار میاد؟ والا من که با تینا کنار اومدم واقعا، از همون اول که دیدمش یه مدت که آشنا شدم باهاش فهمیدم که اصلا این از بدو تولدم واقعا زن به دنیا اومده. من اصلا گذشتهشو نمیدیدم، همین الان تا همین امروزم هم که زندگی کردیم همیشه به تینا میگم، میگم از گذشتهات حرف نزن، اصلا من یه درصدم فکر نمیکنم تو چی بودی یا چی شدی، انگار واقعا یه زن کامل بودی که من گرفتم. آره همیشه اینو من میگه میشه میگه تینا جون رفتی اینو صادقانه جواب بده فقط آره یا نه، رفتی با یه دختری که مرد شده ازدواج کردی که همیشه حقوقتون برابر باشه؟ آره. اوکی نوشته آریان جون سوال خودت نفهمیدی چی پرسیدی، من سوال من این خیلی راحت گفتم، گفتم تینا جونی، من سوالم خیلی راحت بود، گفتم آریان آیا من بچه ها ببخشید من اگه یه وقت باطی میکنم فارسی بلد نیستم، آره مثل خارجی هایی که فارسی بلد نیستن حرف زنم، منم اونجوری هم دیگه. نه من خیلی سوالم راحت بود تینا جون فکر کنم فهمیدم، گفتم آیا برای تینا جون راحت بود که آقا فرزاد رو قبول کنه به عنوان یه خانومی که آقا شده، یا برای آقا فرزاد راحت بود که ایشون یه پسر بودن دختر شده؟ این سوال من سخته؟ نه عزیزم سخته. این بود. خب اوکی پس شما رفتی یکی مثل خودتو انتخاب کردی، یه خانومی که آقا شده و شما پسری که خانوم شدی، که جاجت نکنن، قضاوتت نکنن و حقوق برابر داشته باشید. آیا درسته؟ گفتم تعالا باشه. اوکی شما چی آقا فرزاد؟ منم نه من به خاطر این نبود واقعا، حالا الان پیش تینا میگم یه وقت ممکنه زشت باشه، من دوست دختر زیاد داشتم، استریت بگیر همه نو داشتم دوست دختر، ولی تینا از همه اونا سرتر بود واقعا، الانم بازم میگم از خیلی از زنهای عادی هم سرتره. بله درسته. تینا عزیز دلم خب الان عمل کردی، 7 سال از ازدواجتون گذشته، الان خانواده در چه حالن؟ هنوز پذیرفتن یا نه حکم قتل تو هنوز دادن؟ والا خیلی سال ازشون بی اطلاع هستم، یعنی اصلا نمیدونم الان تو چه وضعیتی هم، کجا دارن زندگی میکنن، چند تاشون تو قید حیات هستن. الان نزدیک 5 سال ما ترکیه میگه. آره 5 سال از ترکیه میگذره که اینجا هستیم، ولی خب یه جورایی دورادور یه تهدیداتی به گوش من خورده، یا به صورت پیام اس ام اس تهدیدهایی برای من همچنان میاد حقیقتا، چه خانواده چه اصلا یه آدم غریبه فرق نمی کنه. اوکی منظور میگم که خب الان شما نزدیک 5-6 ساله که در این در سوشال مدیا فعالیت میکنید، فرهنگ سازی میکنید، خب لایواتون رو 100% با فیک یا دیدن یا فامیل فرستادن، الان هنوز خبری نشده که
هنوز با تو کنار اومدن، مشکلی ندارن. آخرین پیامی که برای من اومد الان توی همین گوشه که لایو گذاشتیم بعد نوشته بود که ما همچنان دنبالت هستیم اما از اون روزی که گیرت بیاریم. آخرین پیامی بود که این برای من اومد، هنوز هستش، دارمش حتی این پیام تهدیدو. اوکی درسته، از شما میگذریم. آقا فرزاد عزیز، شما خانواده الان با شرایطی که عمل کردید با یه خانوم مثل تینا جون که پسر بودن ازدواج کردن، شرایط خانواده شما چطورن؟ با شما کنار اومدن یا اونا مشکل دارن؟ منم با خانوادم در ارتباط نیستم اصلا. شما به خاطر که تغییر جنسیت دادید و ازدواج کردید و اینا، با خانواده شما رو گذاشتن کنار. بله. خب درسته. آقا فرزاد عزیز، بعد از اینکه عملات و سینت رو تخلیه کردی، واژن و همه رو تخلیه کردی اینا، خب هورمون هم که گفتی اگه نخوری که دوباره همین بر میگرده، زنونه تر میشی، ایشون هم اگه نخوره مردونه میشه، عوارضی داشت عملت؟ عوارض داشت عوارض خاصی نداشت، فقط این که میگم من عوارض من داشت فرزاد، عوارضش فقط مصرف هورمون موهام ریخ، همین دیگه. واقعا موهاش ریخ. درسته، ما بیشتر سالا رو پرسیدیم، چند تا سال کوتاه. تینا جون تو این 33 سالت الان، 11 سال درگیر از بچگی، تو 33 سال درگیر این جنسیت و تغییر و همه بودی، حالا میگیم بچه بودی، از 12 14 15 سالگی دیگه بیشتر متوجه شدی، تو این 15 20 سالی که اینجوری این اتفاقای عجیب برات افتاد، کی حمایتت کرد از این اتفاقات؟ ببین من کی پشتت من توی زندگی واقعا کسی پشتم نبود جز خودم. می‌دونی یه جاهای خواهرم حامی من بود. خب تا قبل از اینکه اونم منو ترک کنه و قید منو بزنه واقعا حامی من بود. یه جای دوستان بودن ولی بیشتر خودم پشت خودم بودم. مثلا اون موقعی که من می‌خواستم با فرزاد ازدواج کنم، خودم شاغل بودم، دو تا مغازه همزمان کار می‌کردم، دو شیفت همزمان کار می‌کردم که میتونستم مثلا خونه دوستم خرجی میدادم. یه جورایی درسته میگم خونه دوستم بودم، ولی عین یه خونه بود که اجاره کم دارم خرج میدم. خودم واقعا پس مخارج و خرج زندگیم برمی اومدم، ترجیح دادم مسیر سالم زندگی رو طی کنم تا به راههای بد کشیده بشم. ممنونم. همین سوال از شما فرزاد عزیز، در این دوره با این تغییر جنسیت، دختر بودید پسر شدید، کی حمایتت کرد؟ ببخش منم فارسیم، از بس که شما گفتیم فارسیم ضعیفه، منم الان دارم کم کم خراب میشه. من واقعا تنهایی انجام میدادم، برای مجوزم، برای عملام، دوستان بودن برای عملام، دستشون در نکنه اومدم پیشم، یه سری ها هزینه مثلا دادن، هزینه های عملم رو پرداخت کردم. منم واقعا تو این راه تنها بودم. شما دوستان کنارم بودن البته، بچه های ترنس کنارم بودن البته، اینم آدم از حق نگذار. حالا یه سوال خیلی دور از این لایو، شما عروسی گرفتی؟ نه. قول داد برام عروسی بگیر، هنو عمل نکرده. ایشالله عروسی هم بگیم. بعد ایشالله در جشن عروسی جشن عروسی در کشور سوم. ایشالله انشالله حتما 100%. تینا جان، من و تو هم حس، من و شما هم حس هستیم. آیا تو هم مثل من آرزوی لباس عروس داشتی؟ صد درصد. ببین من یه بار یه لباس عروس پوشیدم و فقط باش عکس انداختم، فکر کنم تو پیجم باشه اگه اشتباه نکنم، حالا میذارم اتفاقا تصمیم دارم عکس قبل از عملم هم بذارم استوری کنم بچه های حالا جدید ببینن. ولی واقعا این آرزو برای من به دلم مونده که حتما یه جشن عروسی با لباس عروس بگیرم انشالله با امید خدا. چیزه فقط تینا جون عزیز، فرزاد عزیز، ما فقط 2 دقیقه وقت داریم چون دارم گوشیم خاموش میشه، الان 2.5 ساعت تو لایو. اینقدر من میگم شما
اینقدر شیرین صحبت میکنید که آدم دوست داره بمونه، ولی دیگه گوشی من یاری نمیکنه. فقط خیلی 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 کوتاه تینا جون، اگر برگردی به گذشته، اگر یه انتخاب داشته باشی، دوست داری دوباره همین به دنیا بیای ترنس، یه دوست داری استریت باشی، یه دختر کامل یا پسر کامل؟ فقط اسمشو بگو. یه پسر کامل. شما چی آقای فرزاد؟ من همین، پسر کامل، نه دختر. آه کامل، اوکی. پس اوکی از این تینا جون عزیز، فقط در حد یک جمله برای خانواده‌ای که فرزندان ترنس مثل شما دارن، بفرمایید. لطفاً بچه‌هاتون رو درک کنین، ترک نکنین، واقعا بهش آسیب نزنین و ازشون به شدت مراقبت کنین، خصوصا از اطرافیان و جامعه، چون واقعا اونا بیگناهن، فرشته بیبال هستن. اوکی، از تینا جون، از حکومت چه انتظاری دارید؟ مسئولین حکومت، از اینکه حتما راجع به ماها توی مدارس از بچگی از کودکی تحصیلات کنن، آموزش داده بشه، آشنایی داده بشه و حتما توی جامعه فرهنگ سازی بشه، بیشتر حمایت کنن. اوکی درسته. برای خانواده خودمون چی داری گفتنی؟ خانواده خودمون بچه ها، به نظر من واقعا ناجزانه ازتون میخوام، سعی کنین حالا هر جوری هستین، با هر شخصیتی که هستین، همیشه از خودتون خوبی به جا بذارید و همیشه جوری خودتون رو به جامعه، با اطرافیان، به کسایی که فرهنگ و درکش رو ندارن جوری معرفی کنین که بتونن واقعا عمق وجود پاکتون رو حس کنن، تا اینکه روی ظاهر و خنده ها و حرفای فانتون قضاوتتون کنن. درسته. و قبل از اینکه با تینا جون و فرزاد جون خدافظی کنم، هم دوستان عزیز، همونطور که بهتون گفتم هیچ لایوی در این اینستا پست نمیشه، این لایو رو میتونید در یوتیوب ببینید، لایو 3 ساعت هم بود، اونجا پیج تینا جون فرزاد جون هم تو یوتیوب هم میذارم، اونجا میتونید نگاه کنید، کسایی که نبودن یا دوست دارن دوباره لایو رو ببینن، بعد از من سوال نکنید که کی پست میشه، چون دیگه هیچ لایوی توی این حساب پست نمیشه، زحمت بکشید در یوتیوب نگاه کنید، پیج یوتیوب هم توی استوری گذاشتم و اینکه پیج فرزاد جون و تینا جون هم اگه خواستید توی یوتیوب هستش. و اینکه ممنونم تینا جون که وقت تا این شب برای من گذاشتی، آقا فرزاد عزیز ممنونم که گذاشتید، حرفاتون خیلی زیبا بود و قشنگ بود، امیدوارم در آینده بیشتر، امیدوارم دفعه بعد در کشور سوم با بچه‌هاتون هم کنارتون باشم، ان شاء الله بهت نزدیکتر شماریم، زنده باش، برای یکم نزدیکتر شماریم. مرسی که بودید، من فعلا باهاتون خدافظی می‌کنم. برای شما موفق باشین، شبتون بخیر، خدا نگهدارتون باشه بچه، خدا نگهدار عمیزیتون باشه. ما خب دوستان عزیز، خیلی ممنونم که تو لایو بودید و شراب داغ این هفته رو دیدید. اگر میخواین این لایو رو نگاه کنید، میتونید در یوتیوب نگاه کنید، فردا شب آپلود میشه، یعنی پست میشه یوتیوب، من در این پیج یوتیوب و توی استوری گذاشتم، چک کنید. دیگه هیچ لایوی به عنوان در این استا پست نمیشه، همه لایو هم که در این استا هست یکی یکی از فردا پاک میشه، چون من نیاز به حمایت دارم، 3 ساعت اینجا وقت گذاشتم، مهمان دعوت کردم و من از شما حمایت میخوام. بله، و لطفا یوتیوب رو سابسکرایب کنید، اونجا نگاه کنید، لایک کنید، کامنت کنید، شیر کنید، تا ما هم یکم جون بگیریم، ما هم حمایت بشیم که بتونیم برای شما لایوهای بهتری بذاریم. ما هم هنرمندیم، مثل همه نیاز به حمایت داریم. ممنونم، التماس دعا، اللهم عجل لولیک الفرج، انشالله تا یک شراب داغ دیگه همتون به الله پاک میسپارم. یا علی، خدا نگهدار.